سلام ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره لایک کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونید فصل هشته هم انقلاب اول وایکلیف و آراسموس مقدمه کلیسای کاتولیک رومی یکی از جالب توجه ترین نهادهای تاریخ است و مطالعه دقیق ریشه ها، اهداف، روش ها، تحولات، اشتباهات و دستاوردهایش نوری بیش از همه یافته های ما در موضوعات و نهادهای دیگر بر طبیعت و توانایی های انسان و حکومت میتاباند. آنگاه که باور رنگ باخته به خدایان کوهن دیگر توان حمایت اخلاقی از دولتی نامنظم و ضعیف را در راه فردگرایی ملی مردم و گروهان نداشت باوری تازه به خدایی سختگیر ولی بخشنده و پسر نجات دهنده و الهام بخشش به اقلیتی رو به افزایش ایمانی بخشید که سرگردانی و ترس بشر را تغذیه و در این حال آرام می کرد. و قوانینی اخلاقی و نظم اجتماعی بنانهاد که تمدنی تازه را امکان پذیر می ادبیات مردانه لاتین سربازان رومی به نرمی به سرودهای مذهبی و مدیه سرایی سوخ پیدا کرد. ادبیات شادمانه سبکها و اشکالی جدید را می جست و می آزمود. هنر، سرور و شادمانی نهفته در تزئینات و مناره های گوتیک را برای فرونشاندن برتری ستون ها و گنبتهای های کلاسیک به بناها اضافه کرد و کلیسای کاتولیک رومی به چنان مقبولیت و احترامی دست یافت که میتوانست خودکامگی ذاتی بشر و حکومت را با استفاده از قدرت کلام مقدس کنترل کند این سازه باشکوه تا سال 1300 به دست طبیعت بشر فرسوده شد. برخی رؤسای کلیسا افرادی رشوهخوار، ناعادل، سرکوبگر یا حریص بودند. برخی پادشاهان که به واسطه نظم اجتماعی و اقتصاد در حال رشد قدرت یافته بودند، دستورات پاپ را با نیتی سکولار نادیده می‌گرفتند و از انتقال ثروت مردمشان به فرمانروای خارجی ناراضی بودند. در سال 1303 فیلیپ چهارم فرانسه سلطه پاپ بانیفیس هشتم را به خاطر املاک و فعالیت‌های کلیسای کاتولیک به چالش کشید. او بانیفیس را سه روز در آنگانی در ایتالیای مرکزی زندانی کرد و کمی بعد پاپ از دنیا رفت. در سال 1305 فیلیپ در انتخاب شخصی فرانسوی به عنوان پاپ کلمنت پنجم دخالت کرد و در 1309 او را داشت تا مقر پاپ را به آوینیون در کنار رود رون منتقل کند. در آنجا تا سال 1377 مقر پاپ تا اندازه زیادی به ملک فعودالی پادشاه فرانسه می ماند. و در نظر دیگر حاکمان که بابت انتقال ثروت مردمشان به کشوری خارجی افسوس می‌خوردند کاملا اینطور بود روحانیون آوینیون که 134 نامزد برای دانشگاه کاردینالی داشتند به منظور اعلام بندگیشان 113 مرد فرانسوی را معرفی کردند. رای دهندگان امپراتوری مقدس روم مانع دخالت بیشتر پاپ ها در انتخاب شاهان و امپراتورها شدند. در برخی شهرهای آلمان جمع وری کنندگان برای پاپ تعقیب، زندانی، شکنجه یا ادام شدند. و در 1372 روحانیون بون، کونز و ماینز از پرداخت مواجب پاپ سرباز زدند. در ایتالیا شهرهای اصلی تحت نظارت پاپ مانند فرارا، بلونیا، راونا، ریمنی و اوربینو از سوی نیروهای حکام مستبد قصب شده بودند. اینها از راه دور به پاپ احترام می‌گذاشتند اما ثروتشان را حفظ می‌کردند. دولت انگلستان از وامهایی که پاپ های آوینیون در طول جنگ صد ساله به شاه فرانسه داده بودند بسیار عصبانی بودند. پاپ های آوینیون که از هر سو مورد حمله قرار گرفته بودند درآمد کافی برای سازماندهی، پاسخ به درخواست های کاردینال ها و ادامه زندگی راحت طلبانه که بدان خو کرده بودند نداشتند. اسخف اسپانیایی آلوارو پلایو با ناراحتی اظهار داشت گرگ مسئول کلیسا شدند از خون گله مسیحیان خود را سیر می کنند. در سال 1311 ویلیام دوراند اسقف اعظم منده در جنوب فرانسه به سفیر وین چنین گفت اگر کلیسای روم شروع به زدودن لکه های شیطانی از دامان خود کند کل کلیسا اصلاح می شود تمام انسان ها به دست این شیاطین گمراه شده و تحت تاثیر آنان قرار گرفتند زیرا در تمام سرزمین ها، کلیسای روم به بدی شهرت پیدا کرده و همه در خارج فریاد برآورده و می نویسند که انسان ها در آغوش آن از بزرگترین تا پسترینشان قلب خود را به طمع فروختند که تمام مسیحیان از روحانیون فاسدشان شکمبارگی و فساد دیدند زیرا روحانیون با تجملاتی بیش از آنچه شاهزادگان و پادشاهان داشتند زندگی می کنند. و در انگلستان پادشاه و پارلمان کشیشی را که دو قرن پیش از لوتر و هنری هشتم به باورها و روشهای سیاسی کلیسای کاتولیک حمله می کرد به حال خود رها کرده بودند. جان وای کلیف جان وای کلیف در سال 1320 در نزدیکی یورکشایر به دنیا آمد. در آکسفورد تحصیل کرد و کشیش شد. یک سال رئیس دانشکده بالیول بود مزایای بسیاری از پاپ ها دریافت کرد و رسالات زیادی نوشت و به زبان لاتین بیرحمانه و رمزگونه فلسفه جبری خود را ترک کرد. با توافق کلی مسیحیان خدا در همه جا حاضر و بر همه چیز عالم واقف است. هیچ اتفاق، فکر یا گناهی هر چند آزادانه در گذشته حال و آینده نمی که او از آن بیخبر باشد. بنابراین هیچ کدام بدون موافقت زمینی او امکان پذیر نیست. به این ترتیب گناهکاران بیشماری که پیش از مرگ به خدا پناه میبرند و به بزرگی از شهادت میدهند پیش از تولد به دوزخ ابدی محکوم شدند اعمال نیک سبب رهایی نیستند اما کسی که آنها را به انجام میرساند شامل رحمت ابدی گشته است و در زمره اندک برگزیدگان و شامل برکت ابدی شده است از مرام مشترک و الهامات غیبی منصوب به حواریون در عهد جدید وایکلیف این طور برداشت کرد که جانشین و نماینده مقرر ایشان نباید هیچ گونه مایملکی داشته باشد. اصلاحی که نیاز به آن بیش از هر چیز در کلیسا و در میان روحانیون احساس می شود ترک کامل مادیات است. پارلمان با استقبال از این فلسفه از پرداخت خراج پاپ سرباز زد و از وایکلیف خواست به دفاع از این سرپیچی برخیزد. جان گونت دستور داد که دولت انگلستان بخشی از اموال کلیسا در انگلیس را مصادره کند او از وایکلیف خواست که در مراسم و تجمعاتش از این نقشه دفاع کند وایکلیف تحت مراقبت خادمان مسلح جان درآمد و روحانیون جرأت اعتراض نداشتند پاپ گرگوری 11 اعلام کرد که اگر وایکلیف 18 گزاره از نوشته هایش را اصلاح نکند، اسخوفان را به زنجیر خواهند کشید. اما پارلمان در اکتبر 1737 شدیداً علیه روحانیت به اجماع رسید و مشاور پادشاه از وایکلیف خواست به این پرسش بیندیشد که آیا قلم روی انگلستان میتواند قانوناً موقعی که خطر تهاجم خارجی وجود دارد سرمایهش را مال خود نگه دارد و به خارج نفرستد. گرچه پاپ آن را نادرست و خلاف رأی خود بداند وایکلیف پاسخ داد پاپ نمیتواند ادعایی بر این سرمایه داشته باشد مگر به نام خیریه وایکلیف علیه این گزاره که کلیسای انگلستان بخشی از کلیسای جهانی کاتولیک است و باید از آن اطاعت کند پیشنهاد استقلال کلیسایی انگلستان را داد او گفت قلم روی انگلستان به روایت انجیل پیکره واحد است و روحانیون، اربابان و مردم عادی اعضای آن پیکره هستند. این تفسیر در سال 1377 برای استقلال کلیسایی به نظر بیش از حد جسورانه می آمد و مشاور پادشاه به وایکلیف دستور داد دیگر در این باره اظهار نظری نکند. با این حال در مارس 1378 وایکلیف در برابر شورای اسخوفان حاضر شد تا از نظراتش دفاع کند. مادر شاه ریچارد دوم نامه ای برای سر فرستاد و برای وایکلیف تقاضای تخفیف کرد. در میانه مراسم جمعیت در خیابان فریاد میزدند که مردم انگلستان نباید بیش از این زیر بار تفتیش عقاید بروند اسقفها تحت فشار از تصمیمشان برگشتند و وایکیلی فیروزمندانه به خانه بازگشت پس از آن بر انتقادها و هایش در ها و رسایلش افزود و سومه ها را به شکل کمینگاه دزدان لانه ماران و خانه شیاطین توصیف کرد او می گفت اسخفان انسان را با دلایل واهی فریب می دهند و اموالشان را می دوزدند. آنان که فریب این حرفها را می خورند بسیار احمقند. اگر پاپ قدرت آن را دارد که انسانها را از برزخ برهاند چرا یک بار آزادشان نمی کند؟ وایکلیف توضیح داد بسیاری از کشیشان، همسران، دوشیزگان، بیوگان و راهبه ها را بی حرمت می کنند. و از روحانیونی که راه میافتند دوره میگردند و ادعای معجزه کنند، جامعه ریا و تظاهر میپوشند و برای مراسم مذهبی پول میگیرند و بر اسبانی فربه با زینهایی از نقره و طلا سوار میشوند بیزار بود او میگفت آنها دزدند روباهان مکارند گرگهای متجاوزند شیطانند میمونند در اینجا حتی انگار پیشاپیش به استقبال توهینهای عوامانه لوتر نیز رفتند شاید وایکلیف دارد فریاد برمیآورد که پاپ همون ضد مسیحی است که یوحنای حواری پیش کرده بود دیو آخر و زمان حامل خبر رستاخیز مسیح وایکلیف برای درمان این سستی ها پیشنهاد کرد که کلیسا باید از تمام مایملک و قدرت های مادی محروم شود و کشیشان باید در فقری حواریوار زندگی کنند راهبان باید به رعایت کامل قوانینشان بازگردند اگر روحانیت در مقابل بازگرداندن اموال مادیش مقاومت کند، حکومت می بایست تمام املاک کلیسایی را مصادره کند و کشیشان باید نظارت شوند که در سادگی و فقری که مسیح خواسته است زندگی کنند. پادشاهان باید تمام این فرمانها را صادر و آنها را مجبور به اطاعت کنند. آنان در برابر خدا مسئولند، همان خدایی که سلطه و اقتدارشان را از او می گیرند و کشیشان باید توسط پادشاهان معین شوند. بسیار از مقامات در حکومت انگلستان به دلیل اتهامات وایکلیف رسوا شده بودند. حتی برخی حامیان او نیز احساس خطر کردند. او در ده می 1381 بار دیگر بر عقایدش در اعترافات تاکید کرد. یک ماه بعد انقلاب اجتماعی در انگلستان به راه افتاد و ثروتمندان را وحشت زده کرد. وایکلیف بیشتر حامیان پارلمانیش را از دست داد. شاه ریچارد دوم که با دشواری خود را از نیروی براندازانه انقلاب نجات داده بود از دانشگاه آکسفورد خواست که بایکلیف و پیروانش را تبعید کند خودش نیز از کار در دانشگاه کناره گرفت خود را از شورشیان جدا کرد و به نوشتن علیه کلیسا ادامه داد گروهی از کشیشان معیزگر فقیر تشکیل داد و محققان را استخدام کرد تا انجیل را از لاتین جروم قدیس به انگلیسی ترجمه کنند و ظاهرا خودش عهد جدید را ترجمه کرد نتیجه کار الگوی ممتاز در نصر انگلیسی نبود اما اتفاقی حیاتی در تاریخ انگلستان به شما آورد در 1384 پاپ اوربان ششم وایکلیف را به روم احضار کرد احضاریه تند و تیزتری نیز از سمت دیگر در 28 دسامبر 1384 هنگامی که وایکلیف در جمعی حضور داشت به دستش رسید او سه روز بعد از دنیا رفت در لوترورث به خاک سپرده شد اما به فرمان فرستاده کنستانس در چهار می 1415 استخوانهایش از خاک بیرون آورده و به رودی در آن حوالی ریخته شد. انفصال پاپی 1378 تا 1417 آلمان و ایتالیا در نومیدی از پاپای آوینیون با انگلستان هم نظر بودند. در 1372 راهبان کلونی در ملع عام اعلام کردند که دریای حواریون به چنان خاری افتاده که مذهب کاتولیک در این بخش شدیداً در معرض خطر است. در 1362 هنگامی که اوربان پنجم دو نماینده به میلان فرستاد تا ویسکونتی سرکش را عزل کنند، برنابو آنان را مجبور کرد که چرم گاو، ریسمان ابریشمی و سرب بخورند. در سال 1376 فلورانس در نزایی با پاپ جورج 11 هم ساختمان های مربوط به دادگاه تفتیش عقاید را ویران کرد. کشیشان معترض را به بند کشید یا دار زد و به ایتالیا دستور داد که به قدرت زمینی کلیسا پایان دهد. روشن بود که پاپ های آوینیون به دلیل وفاداریشان به فرانسه در حال از دست دادن اروپا بودند. در 1377 جورج 11 هم قلم روی پاپ را به روم بازگرداند. با این حال پاپی شورشی در آوینیون سر برداشت و اروپای کاتولیک با انفصال پاپی به دو بخش تقسیم شد که 39 سال به طول انجامید. در برخی موارد حتی سه پاپ متخاسم دیده می شد که ادعای تمام قلمرو پاپ و سلطه مذهبی بر آن را داشتند. حاصلش تلاشهای سگانه برای مقاصد اقتصادی بود و اصرارشان بر آن کل جهان مسیحیت را به رسوایی کشاند. در اینجا نامی ای رو می آورم که نماینده آلمانی در روم به سال 1430 برای شاهزادهش نوشته. هرس فرمان روایی واقعی را در دربار روم به چنگ آورده و هر روز اسباب تازه برای خود می آبد. از این رو فریاد عدالتخواهی و نارضایتی بلند است. بسیاری جایگاه پاپ را زیر سؤال می برند و بسیاری اعتقاداتشان را کاملا انکار می کنند. تا از اخازی، اخازی وحشیانه ایتالیایی ها سرباز بزنند و به نظر می رسد این دومی برای بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. سیل خراج های کلیسایی که به سوی روم سرازیر می شد، اگر به شکل صحیح خرج داره کلیسا می شد، با بردباری همراه بود. اما به نظر بخش شمالی اینطور می رسید که آنان به شدت غرق تجملات هستند. باید سخنان پاپیوس دوم در سال 1642 را به کاردینال هایش به یاد بیاوریم. بشنوید؟ مردم میگویند ما به دنبال لذتیم، مالندوزی می کنیم، متکبرانه گام داریم، بر بر مرکب های فربه سواریم، سگان تازی برای شکار داریم، برای بازیگران و انگل های بسیار خرج می کنیم و هیچ کاری برای دفاع از عقیده ما نمی کنیم. به حقیقتی در صحبت های آنها نهفته است. اینکه در میان کاردینال ها و کارکنان کلیسای ما بسیاری چنین زندگی می کنند. اگر بخواهم حقیقت را بگویم تجمل و شکوه دستگاه ما در بالاترین حد است و به این دلیل است که مردم آنقدر از ما بیزار شدند که دیگر به ما گوش نمی کنند. حتی زمانی که حرف حق و منطقی بر زبان می رانیم. شاید لودویگ فون پاستور مورخ کاتولیک تصور بیش از حد تاریکی ترسیم می کند. او می گوید فسادی عمیق تقریبا سرتاسر سر کوریا را در بر گرفته مقادیر بیشمار هدایا و خراجها از تمام مرزها عبور کرده افسون بر این همه اعمال در تمام جبه ها ناراست و حتی دروغین است تعجبی نیست که از تمام نقاط جهان مسیحیت بلندترین صداهای اعتراض به فساد و دستدرازی های دستندرکاران پاپ به گوش می رسد. همین مورخ نظر خود را به هیچ تردیدی وسعت می دهد. بشنوید عجیب نیست زمانی که بالاترین مدارج روحانیت در چنین شرایطی بوده اموا و اقسام فساد و بیقانونی در میان مأموران عادی و کشیشان سکولار عادی و عادی تر شده است انگار نمک جهان خاصیت پاک کنندگیش را از دست داده اما اشتباه است که تصور کنیم فساد روحانیت در روم از جاهای دیگر بیشتر است شواهد بسیاری از بی اخلاقی کشیشان تقریبا در تمام نقاط حوزه ایتالیا وجود دارد تعجبی ندارد که نویسندگان معاصر شهادت دادند روحانیت بی تأثیر شده و در بسیاری از جاها احترامی برای کشیش‌ها قائل نمی‌شوند بی اخلاقی در میان آنان چنان شدید و چندشاور بوده که بسیاری پیشنهاد می‌کردند کشیش‌ها باید حق ازدواج داشته باشند دو جای تعدیل درباره این اتهامات هست اول اینکه کشیشان محلی در هر جا مورد احترام و علاقه بودند آنها چنان مشغول خدمت به جامعه بودند که وقتی برای گناه کردن برایشان باقی نمی ماند. و دوم گرچه روحانیون سکولار و رحمانی به درستی هر دو مورد اتهامات جنسی قرار داشتند اغلب در زندگی خصوصی یا با اختیار کردن مشوقه های پنهانی این را میتوان شورش علیه قانون شرعی تأصفوار سال 1074 دانست که ازدواج کشیشان را ممنوع می کرد. کلیسای ارتودکس یونانی و روسی همچنان ازدواج را برای آنان قانونی میدانست روحانیت کاتولیک رومی هم به دنبال چنین حقی بود و محرومیت از آن راه را برای عمل سیغه باز میکرد سراسخف هاردوین از انگرس گزارش میدهد که در سال 1428 روحانیون اسخف نشین او سیغه را گناه نمیدیدند و تلاشی هم برای پنهان داشتن آن نمیکردند این پیروزی مجدد مجدلیه بر باکره در تاریخ دیانت و برخی پیشرفت دیگر جامعه اخلاقی و عقیدتی را که مسیحیت قرون وسطایی بر پیکره انعطاف مسیح پوشانده بود کمرنگ می کرد. افزایش تحصیلات، نبش قبر فرهنگ کهن، استقلال و سکولاریسم فراگیر دانشگاه ها، رشد شک مسیحی به دلیل پیروزی اسلام در جنگ های صلیبی آزادی ناخواسته منطق توسط فلاسفه دانشگاهی شک و تردید جسورانه دانس اسکوتوس و ویلیام اوکام آزادی جسم معنای کامل آن مادیگرایی کاردینال ها و راهبان گزار از کشاورزی زاهدانه به انفعال دینی کارگران شهری تاجران دنیادیده، دیده واقع واقعبین و سودجو ثروت رو به تزاید و ارتش در حال گسترش پادشاهان و شهرها جایگزینی روحانیون با کارمندان سکولار در دولت و اکنون انشقاق در مقام پاپ و پیدایش پاپهای مختلف اینها و پیشرفتهای دیگر تهدیدی بودند بر نابودی کل نهاد عظیم کلیسای کاتولیک از لحاظ عقیدتی سازمانی و اخلاقی که زمانی کلیسای جهانی بود در 1381 هاینریش فون لانگشتاین الهیاتدان آلمانی دانشگاه پاریس در رساله‌ای به نام مجلس صلح توضیح داد که بحران به حدی رسیده که تنها نیروی خارج از پاپهای متخاصم میتواند کلیسا را نجات دهد و نظم اخلاقی را به مسیحیت سرگردان بازگرداند در 1411 زیگیز موند پادشاه مجارستان و سرپرست امپراتوری مقدس روم جان 23 یکی از سه مدعی مقام پاپ را انتخاب کرد تا مجلسی در کانستانس در جنوب غربی آلمان برگزار کند. در نوامبر 1414 بزرگترین شورا در تاریخ مسیحیت شکل گرفت. در این شورا سه سرپرست اسقف، 29 سر اسخوف، 150 اسقف و 14 رئیس دانشگاه، 26 شاهزاده، 140 اشراف و 4000 کشیش سازماندهی شده بود. در ششم آوریل 1415 شورا فرمانی داد که یک مورخ آن را انقلابی ترین سند رسمی در تاریخ جهان نامید. شورای کلیسایی مقدس کانستانس به عنوان شورای اصلی و قانونا تحت نظارت روح القدس که برای خاتمه دادن به انشقاق کنونی و اتحاد دوباره و اصلاح کلیسای خداوند از لحاظ رهبری و اعضا تشکیل شده است به شرح زیر تعیین می کند. اعلام می دارد و فرمان می دهد. اولین این شورا قوه قهریه کلیساست. است. و قدرتش را مستقیما از مسیح گرفته و همگان از هر دسته و گروهی از جمله شخص پاپ باید از این شورا در مواردی که به دیانت مربوط می شود به منظور پایان دادن به انشقاق و نیز اصلاح بنیادین کلیسا در رهبری و اعضا اطاعت کنند. شورا همچنین اعلام می دارد که هر کس از هر طبقه و قشری از جمله پاپ از دستورات، مقررات، معینات یا احکام این شورا به منظور پایان دادن به انشقاق یا اصلاحات در کلیسا سرپیچی کند، به مجازاتی در خور خواهد رسید و یا در صورت نیاز به دیگر اشکال برقراری عدالت متوسل خواهیم شد. در ششم ژوئیه 1415 شورا نوشته های وایکلیف را محکوم و یان هاوس را به مرگ محکوم کرد. همچنین در سی مه 1416 جروم از پراگ را به ادام محکوم کرد. در 17 نوامبر 1417 پاپ اودون کلونا را انتخاب کرد که لقب مارتین پنجم را برای خود برگزید. به انشقاق پاپی خاتمه داد و در 22 آوریل 1418 شورا خود را منحل اعلام کرد. جان هاس دومین قدم به سوی اصلاحات در بوهمیا انجام شد. این بخش رمانتیک در قرن پنجم به دست اسلاف ها فت شد. در قرن دوازدهم به عنوان بخشی از امپراتوری مقدس روم اهمیت یافت و دوران طلاییاش در قرن چهارده تحت رهبری شاه چارز اول بود که پراگ را به یکی از زیباترین شهرهای اروپا تبدیل کرد در بیست و سال این فرمانروایی جان هاوس در روستای هوسینتس به دنیا آمد و نام خود را از نام این روستا گرفت او در 1390 به عنوان دانشجوی فقیر به پراگ آمد و در حالی که مخارج روزانهش را با خدمت در کلیسا کسب می کرد درس کشیشی خواند و با آنچه در پاریس سبک تحصیل بوهمیایی جوانان نام گرفت پیوست. در 1410 کشیش شد و زندگی زاهدانه را آغاز کرد و بعدتر به عنوان رئیس کلیسای بیت الله مشهورترین واعظ پراگ شد. وقتی یکی از کتابهای وایکلیف به دستش رسید ایمانش به او قوت گرفت آنقدر مجذوب ابداعات نویسنده شده بود که گفت باور دارم که وایکلیف نجات یافته است در این حال فکر می کنم به عذاب الهی گرفتار شده روح من هم با او خواهد بود سومه پراگ اعلام کرد که آموزه های وایکلیف نباید وارد دانشگاه شود اما هاس همچنان به هواداری از وایکلیف ادامه داد در 1409 سر اسقف باینک او و همراهان بسیارش را ترد کرد. هاس از پاپ جان 23 تقاضای بخشش نمود. جان او را به دادگاه پاپی احضار کرد و هاس از رفتن سر باز زد. هنگامی که پاپ فرستادگانی به پراگ روانه کرد تا در جهادی به مقابله با پادشاه ناپل برود، هاس و مرید پروپاگورس او که فقط نام کوچکش جروم را میدانیم علیه این مسئله که سرمایه های کلیسا برای ریختن خون مسیحیان استفاده می شود سخنرانی کردند. هاس با لحنی تحقیرآمیز پاپ را فردی پول دوست و ضد مسیح خواند. پاپ او را تکفیر و شهرها را از پناه دادن به او من کرد. هاس به مدت دو سال در اقامتگاه های روستایی کنج ازلت گزید. در آن سالها بیشتر مشغول نگارش کتاب های معروفش بود. بعضی به لاتین، بعضی به چک و تقریبا در تمام آنها به های وایکلیف را تایید می کرد. او عبادت شمایل مذهبی، اعترافات سماعی و معصومیت پاپ را رد و فلسفه وایکلیف را دنبال کرد. همچنین این افسانه را که زن بودن پاپ جان هشتم به وسیله تولد ناخواسته فرزندی آشکار شده است قبول کرد. در سال 1414 زیگیزموند شاه مجار و رهبر امپراتوری مقدس روم در تلاش برای بازگرداندن اتحاد و مشتاق جلب حمایت از امپراتوریش در مقابل ترک ها و اسلام که لحظه به لحظه پیش می آمدند به هاس توصیه کرد به شورای کانستانس برود و از کلیسا تقاضای بخشش کند. او به هاس قول حمایت امپراتوری را داد و به وی تضمین داد که شورا حرفایش را خواهد شنید. و در امن و امان به بهم باز خواهد گشت. هاس در اکتبر به راه افتاد در حالی که از سوی جمعی از اشراف و دوستانش همراهی میشد. هنگامی که به آنجا رسید، شورا و کلیسا با وی محترمانه برخورد کردند و او را آزاد گذاشتند. اما زمانی که ارتودکس های بوهمیایی متن بدعتگذاری های خاص را برای شورا خواندند، آنها به او دستور دادند از خود دفاع کند. شورا مبهوت از شنیدن دفاعیات او را به زندان انداخت. هاس بیمار شد و برای مدتی به حال احتضار افتاد. پاپ جان 23 پزشکان پاپ را برای مراقبت از وی فرستاد. در همین زمان شاگرد و همکیش او جروم از پراگ به کانستانس آمد و بر دروازه های شهر، درهای کلیسا و خانه های کاردینال ها اعلان های کوبید به این نشانه که شورا باید به هاست حق صحبت در ملعه عام بدهد و بگذارد که در امنیت به خانهش برگردد. جروم در راه بازگشت به بوهم بود توقف کرد تا علیه شورا سخنرانی کند اما دستگیر شد به کانستانس بازگردانده و به زندان انداخته شد زیگیزموند اعتراض کرد که شورا از حمایت امپراتوری که به هاست داده شده بود تخطی کرده است و شورا پاسخ داد که او حق دخالت در مسائل معنوی را ندارد شورا از هاست خواست که در بعضی از بدعتهایش تجدید نظر کند حاس پاسخ داد از هر یک از عقایدش که با متن انجیل قابل رد کردن باشد صرف نظر خواهد کرد در ششم ژوئیه 1415 شورا وایکلیف و هاس را محکوم کرد و هاس را به نیروهای حکومت سکولار سپرد پس از آن برای آخرین بار از او خواستند با تجدید نظر در افکارش خود را نجات بدهد و او نپذیرفت وی را به بیرون از شهر بردند و در حالی که سرودهای مذهبی میخواند زنده زنده سوزانده شد جروم در سی مه 1416 پس از یک سال حبس و انکار عقایدش آزاد شد ولی باز به عقیده سابقش بازگشت. کلیسای رونسانس از 1418 تا 1517 اصلاحات زمانی از راه رسید که رهبری پاپ در یک از بهترین دورانهایش بود. شورای کانستانس سه پاپ را به یکی کاهش داده بود. مارتین پنجم دستگاه و سرمایه کلیسا را متمرکز ساخته بود و یوجنیوس چهارم گروهی از محققان را از فرارا فلورانس و حتی از یونان گرد آورده بود تا روم خواب زده را به عنوان مرکز دیوانی کاتولیک شدیدا فعودادی و به طرزی خشونتبار پوپولیستی حیاتی دوباره ببخشد زمانی که نیکولاس پنجم در سال 1447 به پاپی رسید سیل آنات ارسالی از اروپای سوی آلپ مجددا ایتالیا را بارور می ساخت و در جنوب آلف سبب ظهور رونسانس و در شمال آن موجب اصلاحات می شد. نیکولاس پنجم تقریبا پاپ را با حمایت افسار گسیختش از محققان برای بازیابی، ترجمه و ویرایش متون خطی کلاسیک ورشکست کرد. تا اینکه پایتخت کاتولیک به چیزی شبیه آینده آتن افلاطونی یا روم سنکایی تبدیل شد. سزار بورگیا رسوم مسیحی را کنار گذاشت و قوانین ماکیاولی در شاهزاده را برای اعاده بخشها و درآمدهای از دست رفته پاپ به کار گرفت در حالی که پدرش پاپ الکساندر ششم معماری روم و زندگی فرزندانش را با پشتی از طلا غنی ساخت جولیوس دوم فتح مجدد ایتالیا برای ها را کامل کرد و با وجود کشیدن چند باره سرمایش به اندازه کافی جمع کرد که رافائل و میکلانج را به کار بگیرد تا قصر پاپ و کلیسای سیستین را بیارایند. لو دهم ده پسر لورنزو مدیچی خزاندار از شاعران، هنرمندان و محققان حمایت مالی کرد و برای به پایان رساندن بنای کلیسای سینت پیتر کمک های مالی فرستاد. اما انباشت سرمایه موجب فساد سیاسی، سستی اخلاقی و بیبندوباری جنسی در میان روحانیون و همچنین عوام شد. در حالی که شخص پاپ به شدت اخلاق مدار و بسیار خوشنود بود. لوتر پس از دیدار از روم در 1510 از زرق و برق آن وحشت زده شد و او هیچ انتقادی از اخلاقیات آن نکرد و آنقدر ثروت اندوخت که آرزو می کرد والدین از دنیا رفتش را از برزخ برهاند و به بهشت بیاورد گرچه در نگاه بعدی روم 1510 را تجسم پریدی توصیف کرد پاپ ها از امپراتورهای بتپرست بدتر هستند و گویی شام پاپ را دوازده دختر برهنه برایش میبرند این جمله ای بود که او میگفت اراسموس که در سال 1509 از روم دیدن کرد مجذوب زندگی راحت خوشرفتاری و هوشمندی کاردینالها شد از مزامین کافرانه که وارد ادبیات و گفتار پایتخت شده بود لذت می برد. اما با مشاهده ارتش پرهزینه پاپ جولیوس دوم وحشت زده شد بیایید در این نقطه درنگی کنیم زیرا اراسموس بهترین نویسنده زمان خود شناخته میشد. دسیدریوس اراسموس مشخص نیست این نام که به معنی محبوب دلخواسته است از کجا به وی اطلاق شده. او بین سالهای 1466 تا 1469 در نزدیکی روتردام به دنیا آمد و پسر دوم منشی بیوه یک پزشک بود. برای تحصیل به مدرسه مذهبی در هلند به نام برادران ساده زیست در دونتر فرستاده شد که در آنجا لاتین مهمترین درس بود و برخی متون کلاسیک تدریس می شد. او استاد لاتین شد. کلاسیک های بیشتری خواند و آنها را زیبا و شگفتانگیز یافت. در حدود 1484 والدینش از دنیا رفتند. پدرش زندگی متوسطی برای دو پسرش باقی گذاشت قیم های آنان بیشتر ارسی آنها را برای خود برداشتند و این جوانان را به در پیش گرفتن زندگی زاهدانه بدون میراثشان واداشتند. آنها در مقابل این زندگی شوریدند و کوشیدند به دانشگاه بروند و در این راه موفق شدند. دسیدریوس ابتدا راهب سپس در 1492 کشیش و اندکی بعد منشی هنری اسخف کمبرای شد. او برای سالها به خوبی به اربابش خدمت کرد و به عنوان پاداش به دانشگاه پاریس فرستاده شد در آنجا با بیحوصلگی به دروس گوش میداد او ترجیح میداد به دنبال ادبیات کهن و زنان جوان جذاب برود آتن زمان افلاتون و ارستو سوفوکلس و اوریپید زنو و اپیکور آنچنان برایش آشنا مینمود که روم سزار و سیسرو آگوستوس و هوراس نرو و سنکا همنشینی با چنین شخصیتهایی افکار مذهبی کشیش جوان را محو کرد و او را به کافری علاقمند به اخلاق مسیحی تبدیل کرد. اعتیادش به کتاب به اندازه فساد اخلاقیش برایش خرج برمی داشت. به عنوان کمک هزینه زندگی به دانشجویان که مبهوت شناخت او از زبان و فرهنگ های کوهن می شدند، تدریس می یکی از آنان مونت جوی او را به انگلستان و به خانه های اشرافی برد. کشیش هیجان زده با شور و شوق برای یکی از دوستانش نوشت زنان بسیار زیبایی اینجا هستند بسیار مهربان و دوست داشتنی هر جا که میروی با آغوش و بوسه از تو استقبال می کنند. هنگام خداحافظی تو را می بوسند. آه فاستوس اگر یک بار طعم بوسه های نرم و شیرین آنها را می چشیدی آرزو می کردی برای تمام عمر در انگلیس می ماندی. در خانه مونجوی در گرینویچ اراسموس با تامس مور ملاقات کرد. که مور در آن زمان 22 سال داشت. با این حال آنقدر شناخته شده بود که او را به هنری هشتم آینده معرفی کرد. در آکسفورد مجذوب روابط دوستانه اساتید و دانشجویان شد. تحت تاثیر پیشرفت اومانیسم در انگلیس قرار گرفت و در راه پیشرفت خود بسیار از آن بهره گرفت. او از جوانی خام و دمدمی مزاج مست آثار کلاسیک و شهد زنان به محققی جدی و سختگیر و مشتاق دستاوردهای مفید و ماندگار تبدیل شد هنگامی که انگلیس را ترک کرد در ژانویه 1500 تصمیم خود را برای مطالعه و ویرایش متن یونانی عهد جدید گرفته بود جوهره خالص و راستین مسیحیتی که به وسیله آن قضاوت اصلاحگران و انسانشناسان هر دو توسط متعصبان مذهبی و در گذران قرنها انجام گرفته بود. او که در پاریس مستقر شده بود کتاب نقل قولها به نام آداجیا را تدوین و منتشر کرد که بیشتر در برگیرنده گفتار نویسندگان کلاسیک بود. او راضی از استقبال مخاطبان نسخی پس از دیگری منتشر کرد و در هر کدام آن را گسترش داد تا آنکه به 3260 سرفست رسید. کتاب مخارج زندگیش را تأمین می کرد ولی او سرخوشانه دعوت پزشکی انگلیسی را پذیرفت و به عنوان راهنمای کلی و ناظر همراه دو پسر او شد و به ایتالیا رفت. کاردینال های رومی از او به عنوان محققی مشهور در سطح اروپا استقبال کردند. در 1509 دوست اومانیست انگلیسی که اکنون شاه هنری هشتم بود، اراسموس را به انگلستان دعوت کرد. اراسموس رفت، حقوقی ثابت از شهرداری کنت به او پیشنهاد شد و استاد زبان یونانی در دانشگاه کمبریج شد. زمانی که در جوار تامس مور اقامت داشت، در 1511 طی هفت روز مشهورترین کتابش در ستایش جهل را نوشت. کتاب در طول زندگی او چهل بار تجدید چاپ شد و تا سال 1632 میلیون نسخه از آن در کمبریج در دست همه بود. برای شروع صحبت درباره کتاب باید گفت که نسل بشر وجودش را مدیون جهل است. زیرا مرد اگر منطق داشته باشد چرا باید برای لحظه لذت تمام زندگیش را با یک نفر سپری کند؟ چه شعوری زنان را وامی دارد که برای اشتیاقی گذرا دردهای تولد فرزند و مشکلات مادر شدن را تحمل کنند آیا کسی می تواند احساس خوشبختی کند اگر با حقایق زندگی روبرو شود یا از آینده خبر داشته باشد زنان و مردان اگر لحظه ای تعمل می کردند نسم بشر نابود می شد. اگرچه علم و فلسفه از سوی مردم نادیده گرفته شده و تنها تلنگوی کوچک به جهل ذاتی ابنای بشر میزند. این کتاب به روی باورها و رسوم مسیحیان لبخند میزند. خلق جهان از عدم گناه معصومانه هوا مجازات بیرحمانه نسلی پس از دیگری تولد از باکره استحاله و چه میتوانم بگویم درباره فریادهای کمکی که نادیده گرفته میشد و نیرنگی به نام خریداری عف و بخشش که با آن زمانی را که روح شخص در برزخ سپری می کند اندازه می گیرند و زمان ماندنش در آنجا به نسبت اینکه بیشتر یا کمتر از عفوهای مسخره کلیسایی خریده باشد تعیین می شود. تمام این پرسش ها شش سال پیش از پرسش های چالش برانگیز لوتر در اینکه راهبه ها مفتشین عقاید، کاردینال ها و پاپ ها در هر طبقه و مقامی در روحانیت همه با شدت و حدت در جمع پول و کشتن ساهره ها توافق دارند بسیار مزهک است. این پاپ ها طبق گفته او به خاطر ثروت امتیازات ویژه، اختیارات بیبندوباری، رشوهخواری سیاست های مادی و جنگ های خونینشان هر گونه شباهتی را با حواریون از دست دادند. چگونه چنین نهادی بدون کمک جهل، حماقت و سادلوهی بیش از حد بشر میتواند وجود داشته و سر پا باشد؟ شاید فضای روشنفکری کمبریج و حلقه دوستان هنری هشتم تماشاگران همراه و هم احساسی برای او علیه کلیسای کاتولیک فراهم آورده بودند. کتاب بعدی او آنقدر بیرحمانه بود که تلاش زیادی کرد تا هویت نویسندش آشکار نشود. اما تامس مور جولیوس رانده شده را در فهرست کارهای دوستش قرار داد. پاپ جولیوس پس از طی دوران رسالتش به عنوان رهبر و سرمایه گذار رافائل و میکلانج در خلق برترین آثارشان در سال 1513 درگذشت. گفتگوی تخیلی اراسموس توصیفگر پتروس است که جولیوس را از بهشت ترد می کند. بشنوید پتروس بگذار از نزدیک نگاهی بیاندازم. خلقه کشیشی اما زرهی خونین زیر آن چشمان وحشی دهانی گستاخ پیشانی بیشرم جسمی چندین پاره از شدت گناهان نفسی متعفن از شراب سلامتی که به علت زنا از دست رفته آه باید بترسی میگویم تو کی هستی تو جولیوس امپراتور هستی به جهنم بازگرد جولیوس پس دروازه بهش را باز نمی کنی؟ پتروس هر کسی زودتر از امثال تو واردان بهشت خواهد شد با همه این احوال وقتی نوشته های اراسموس را پیش از سال 1517 میبینیم نمیتوانیم لوتر و دیگر اصلاح طلبان را سرزنش کنیم که اراسموس را ملامت میکردند که زنگ آغاز شورش را نواخت و موقع عمل که رسید گریخت و پنهان شد. در ژوئیه 1514 اراسموس از انگلستان به دیار خود بازگشت. وقتی رئیس صومعه که او فراموشش کرده بود از آمدنش خبردار شد به او پیغام داد که مرخصیش مدت درازی است به اتمام رسیده و زمان آن فرا رسیده که به عهد و وظایفش بازگردد اراسموس که از چنین چشماندازی به وحشت آمده بود از دوست انگلیسیش خواست نزد پاپلو دهم برای وی پادرمیانی کند پس از مدتی پاپ مهربان نامی به لندن فرستاد که نه تنها اراسموس را از وظایف دیریش آزاد می کرد بلکه مشکلات حرامزادگیش را هم حل کرد. لئو به این صفحات نامی شخصی هم افزود. بشنوید فرزند عزیزم سلامت و دعای خیر حواریون بر تو باد. زندگی و شخصیت خوب تو دانش کمیاب و لیاقت بالای تو نه تنها از تحقیقاتت که هر روز تحسین می شود به چشم می خورد. بلکه دانشمندترین افراد را جلب کرده و همراه نامه های دوتن از فضیلتمندترین شاهزادگان به دست ما رسیده است پادشاه انگلستان و شاه کاتولیک فرانسه و این به ما فرصتی داد که تو را مورد لطفی خاص و استثنایی قرار دهیم بنابراین با اشتیاق درخواست تو را میپذیریم و به منظور نشان دادن بیشتر محبتمان به تو از تو حمایت خواهیم کرد باشد که تلاش های مقدست که متاسفانه مورد سوء استفاده عوام قرار گرفته به مفاهیم متعالی تر دست یابد تا پاداشی در خور نیز به آن تعلق بگیرد. شاید این نامه رشوهی منطقی به سوی رفتاری درست بود و شاید رفتاری خالصانه از پاپی ان اتاف فزیر بود. به هر حال اراسموس هیچگاه این بخشش پاپانه را فراموش نکرد و برایش بسیار گران می آمد با کلیسایی که این چونین در مقابل نیش و کنایه قلم او تحمل از خود نشان داده بود عهد شکنی کند. آلمان اصر لوتر از 1300 تا 1517 اقتصاد یک قرن پیش از ظهور لوتر تمام اخشار در آلمان به رفاه رسیده بودند به جز دهقانان و احتمالا این وضعیت باعث شدت گرفتن خشم آنها در مقابل ناتوانمندی های پایدارشان شد. اکثریت کشاورزان مستجر اربابی بودند که اجاربه هایشان را به صورت محصولات، خدمات یا پول پرداخت می کردند. آنها به دوازده روز در پاره موارد شست روز کار بدون دستمزد که سنت آنها را مجبور به انجام سالانه آن می کرد، معترض بودند. در این روزها که زمین از اختیار مردم عادی خارج میشد این رسم به آنها اجازه میداد ماهیگیری کنند چوب بری کنند و گله هایشان را که از سگ شکاری ارباب آسیب دیده بود سامان دهند تمام کشاورزان از مالیات یک دهم ده بر محصولات و حیواناتشان که از روی کلیسا وضع شده بود ناراضی بودند در آلمان قرن پانزدهم شورش های کشاورزان هر از گاه بالا می گرفت. در سال 1431 دهقانان ورمز دست به شورشی بیفایده زدند. در 1476 گاوداری به نام هانس بوم ادعا کرد مریم مقدس به دیدارش آمده و به او گفته است که ملکوت خدا بر روی زمین قابل دستیابی شده است که امپراتور، پاپ، شاهزاده یا ارباب فعودالی بر جا نخواهند ماند. تمام ابنای بشر با هم برادرند. همه باید در استفاده از مواهب زمین با هم شریک باشند. زمین، چوب، مراتع و آب رایگان و برای همگان است. هزاران دهقان برای شنیدن صحبت‌های هانس آمدند. کشیشی نیز با آنها پیوست و اسخوف ورزبرگ با تحمل زیادی سکوت اختیار کرد. اما وقتی هانس به پیروانش گفت برای جلسه بعد هر سلاحی دارند با خود بیاورند، اسخوف را دستگیر کرد و سربازان به جمعیتی که سعی در نجات دادن وی داشت حمله برد و شورش خاموش شد. در سال 1493 مستعجرهای فعودالی اسقف شتراسبرگ خواستار خاتمه یافتن مالیاتهای فعودالی و کلیسایی لغو تمام اغراض و مرگ همه یهودیان شدند. آنها برای تصرف شهر شلاتشتات و سپس گسترش قدرتشان به تمام اولسیس نقشه کشیده بودند. معموران حکومتی با اطلاع از این نقشه رهبران آن را دستگیر شکنجه و ادام کردند و بقیه را با ارعاب به سکوت واداشتند در سال 1502 دهقانان اسخوف گروهی انقلابی مشکل از 7000 نفر تشکیل دادند تا به فودالیسم پایان دهند تا کشیشان و راهبان را پیدا کنند و بکشند و آنچه را به باورشان جامعه گذشتهشان بود احیا کنند یک کشاورز نقشه را به کلیساییان لو داد و آنها به کمک اشراف شورشیان را دستگیر و سرکردگان را شکنجه کردند و به قتل رساندند شورش های دیگری از این دست نیز در آلمان اتفاق افتاد تا اینکه دهقانان در سال 1525 جنگی به راه انداختند که کل آلمان را در بر گرفت و باعث شد لوتر از ترس به شاهزادگان پناه ببرد اما انقلابی حقیقی تر در تجارت و صنعت آلمان در حال رخ دادن بود صنعت هنوز عمدتا متشکل از صنایع دستی بود که هرچه بیشتر تحت کنترل کارآفرینانی قرار می گرفت که مکان و ماده اولیه را در اختیار میگذاشتند و محصولات نهایی را مبادله می کردند. صنعت معدن در حال شکوفایی بود. سود بالایی از ساختن جام طلا برای مهرابهای کلیسا و میز و صندلی های نقره به دست می آمد. سکه های طلا و نقره راه را بر اقتصاد پول محور آسان کرد و آینا سیلویوس در سال 1458 از مشاهده جواهرات و تزیینات پوشش زنان آلمانی که همه از طلا بود در شگفت ماند. در این زمان سرمایه‌گذاران به قدرت سیاسی تعیین کننده ای تبدیل شده بودند. وام دهندگان یهودی با شرکت های خانوادگی مسیحی که در پایان قرن 15 به مرکز اقتصادی مسیحیت تبدیل شده بودند، جایگزین شده بود. فوگرها از طریق به دست آوردن پول از شاهزادگان آلمانی، اتریشی و مجار، سود حاصل از معادن، زمینها و شهرها شرکت خود را تقویت کرده بودند. فوگرها از طریق چنین سرمایه‌گذاری‌های های هوشمندانه تا سال 1500 ثروتمندترین خانواده اروپا شده بودند. پس از یاکوب فوگر دوم به دوران سرمایهداری در آلمان می رسیم. دوران سلطه ثروت تاجران بر اربابان زمیندار. در پایان قرن 15 هم، معدن و نساجی در آلمان زیر نظر تولید کنندگانی از این دست قرار گرفته بود. بعضی از تاجران سرمایدار آکسبورگ یا نورنبرگ هر یک پنج میلیون فرانک سرمایه داشتند. بسیاری از آنها با پرداخت پول وارد حکومت شدند. کسانی بودند که 125 هزار دلار در یک مهمانی خرج می کردند یا 300 هزار دلار در یک بازی شرط می بستند. تجملات و تزینات هنری خانه های تجار ثروتمند خشم را در سایر اشراف، روحانیون و پرولتاریا به یک اندازه شعله بر می گایلر فون کایسربرگ گفت که آنها باید مانند گرگ بیرون رانده شوند. زیرا نه از خدا می ترسند و نه از انسان و موجب قهدی، گرسنگی و فقر هستند. در کلن سال 1512 تمام اخشار مدنی به پا خواستند تا با جدیت و سخت گوشی با شرکت های سرمایدار خطرناک پیشرو مقابله کنند. چون این سیاست توسط رژیم های دیگر اعمال شد اما بیفایده بود. چرا که برخی قانونگذاران خود در شرکت های تجاری سرمایه‌گذاری‌های های کلان انجام داده بودند. معمولین دولت با گرفتن سهم ساکت می شدند و بسیاری از شهرها از آزادی سرمایهگذاری و تجارت به رفاه رسیده بودند. شهرهایی مانند اشتراسبرگ، کولمار، میتس، هامبورگ، کول، نورنبرگ و بسیاری شهرهای دیگر قطب صنعت، تجارت، ادبیات و هنر بودند. آنها و 77 و شهر دیگر شهرهای آزاد بودند که قوانین خود را داشتند. و هیچ وفاداری سیاسی نسبت به کسی مگر شخص امپراتور نداشتند و او نیز همیشه آنقدر از لحاظ مالی و انسانی مدیون این شهرها بود که قدرت حمله به آزادی های آنها را نداشت گرچه این شهرها را اتحادیه های اداره می کردند که توسط تجار تعیین می شدند تقریبا همه ایشان مانند دولت های رفاه بودند که بر تولید و توزیع دستمزدها قیمتها و کیفیت محصولات نظارت داشتند از ضعیف در مقابل قوی مراقبت و از تأمین نیازهای معیشتی همه اطمینان حاصل می کردند. نورنبرگ بیشتر مرکز هنر و صنایع دستی بود تا صنایع و سرمایه گذاری های کلان خیابانهایش هنوز به شکل قرون وسطایی پرپیچ و خم بود و سایه ساختمانها و بالکنها بر آنها میافتاد سقفهای سفالی قرمز و شیروانی های بلند و پنجرههای بزرگ داشت که با وجود پیشینه روستایی آنجا گیج کننده بود مردم اینجا به اندازه آکسبورگی ها پولدار نبودند ولی شاد و سرزنده بودند و دوست داشتند به مناسبت های مختلف تفریح کنند مانند بالماسکه ها کارناوال های لباس های مبدل و رقص هانس ساکس و خانواده مایستر سنگر در اینجا میزیستند آلبرش دورر نقاشی و مجسمه سازی آلمان را به اوج رساند بهترین تلاسازان و نقرسازان شمال آلپ کوزه های گران قیمت ظروف کلیسایی و مجسمه می ساختند. فلزکارها هزاران گیاه، حیوان و انسان از برونز می ساختند. یا آهن سخت را به نرده، دروازه و صفحات زیبا تبدیل می کردند. نجاران شادمانه اشکالی فریبنده خلق می کردند. کلیساهای شهر به انبار و موزه هنر برای هر سنف، شغل یا خانواده مرفهی تبدیل شده بودند که آثار هنری زیبایی برای معابد قدیسین نگهبان می این خصلت ویژه نورنبرگ بود که مشهورترین تاجرش ویلی بالت پریخایمر هم انسانشناسی پرزوغ هم حامی هنر و دوست نزدیک دورر بود. سفرهای کلمب و داگاما، تسلط ترکیه بر اژه و جنگ ماکسیمیلیان با ونیز تجارت را بین آلمان و ایتالیا گسترش داد. صادرات و واردات آلمانی بیشتر و بیشتر از طریق رودخانه های بزرگ به بالتیک، دریای شمال و آتلانتیک می ثروت و قدرت از آکسبورگ و نورنبرگ می گذشت و به کن، برمن، هامبورگ و آنتورپ می رفت. فوگرها و وسلرها این روند را رو با مرکزیت دادن به آنتورپ به عنوان مرکز عملیاتشان پیشتر بردند. حرکت سرمایه ها و تجارت آلمان به شمال اقتصاد آلمان را از وابستگی به ایتالیا رها کرد و به آن قدرتی داد تا بتواند از لوتر در برابر امپراتور و پاپ دفاع کند. جنوب آلمان بنا به دلایلی برعکس اینها همچنان کاتولیک باقی ماند. مذهب مذهب کاتولیک در آلمان قرن پانزدهم شکوفا شد اکثر مردم ارتودکس متعصب بودند و ما بین گناهان و جامهای مشروبشان به شدت پرهیزگار خانواده آلمانی در نوع خود یک کلیسا بود که در آن مادر به عنوان مربی مذهبی و پدر به عنوان کشیش خدمت می کردند. دعاها سر وقت خوانده می شد و کتابهای وقفی خانوادگی در هر خانه دیده می شود. معموران صومعه بر اجرای قوانین نظارت می کردند و کارهای خداپسندانه انجام می دادند. شکایات ضد روحانیت در آلمان بیشتر علیه اسقفها بود و میزان مالندوزی و دنیا دوستیشان. برخی اسقفان و راهبان باید به نظم و مسائل مالی بخش های عظیمی که به تملک کلیسا درآمده بود رسیدگی می کردند. گرچه سرهایشان تراشیده بود ولی در واقع اربابان فعودالی بودند. مانند افراد دنیا دوست رفتار می کردند و گفته می شد بعضا برای رؤسای حکومت فدرالیشان زنانی نیز همراه می بردند. یوهان سیانسن مورخ و اسخف سرشناس کاتولیک شاید بیش از حد بر سوء استفاده های مالی کلیسای آلمان در اصر اصلاحات تاکید کرده است. تضاد بین عشق الهی و حرس دنیاوی انقطاع معنوی و نفس پرستی مادی خود را در میان روحانیت نیز همانند دیگر طبقات اجتماع نمایان کرد. بسیاری از مردم، مردان خدا و معزگران مذهبی را به کل کنار گذاشته بودند. طمع روحانیون در تمام طبقات و حرصشان در افزودن بر اجاره های دفاتر مذهبی و درآمدزایی مالیات و مزایا و غیره بر همگان آشکار بود. کلیسای آلمان ثروتمندترین کلیسا در قلمرو مسیحیت بود. برآورد شده است که نزدیک به یک سوم کل زمین های کشور در دست کلیسا بود که باعث می شد مسئولان آن همواره به دنبال افزودن دارایی هایشان باشند. در بیشتر شهرها کلیساها و مؤسسات تابعهشان بخش های عمده شهر را در بر می گرفت. در 1457 مارتین میر منشی سر اسقف دیتریش از ماینز درباره کاردینال پیکولومینی شرحی تند و تیز از اشکالاتی که آلمانی ها می دیدند و گمان می بردن مشکلات کلیسای رومیست نوشت. بشنوید انتخابات اسقف ها مرتبا به هیچ دلیلی عقب می افتد و منافع همه امور در دست کاردینال ها و منشی های پاپ است. کاردینال پیکولومینی برای ریاست بر منصبی غیر معمول و ناشناخته در سه قوه آلمان انتخاب شده است. موقعیت های بیشماری اعطا می شود، مالیات های کلیسایی و دیگر مالیات با خشونت جمع آوری می شود و هیچ دیرکردی پذیرفته نیست و در هزینه ها سختگیری بسیاری می شود. ارزشمندترین چیزها به اسخفان اعطا شده است. به منظور آیدی بیشتر هر روز پول بیشتری برای در امان ماندن از عذاب بهشت ستانده می شود و خراج جنگی بدون مشورت با روحانیون آلمانی گرفته می شود. دادگاه هایی که باید در کشور انجام بگیرد همه به دادگاه روحانیت منتقل می شود. با آلمان ها طوری برخورد می شود انگار بحشی های ثروتمند و احمقی هستند و با هزاران مکر و هیله پولشان را از آنها می گیرند. برای سالهای متمادی آلمان زیر قبار مدفون شده و بر فقر و سرنوشت تلخش نوه میخواند اما حال اشرافزادگانش بیدار شدند حال مصممند که این یوغ را از خود باز کنند و آزادی کهنشان را بازپس بگیرند در میان مردم عقاید ضد روحانیت دست در دست تقوا پیش میرفت پاستور راسکو نوشت انقلابی روحانی حاکی از نفرت به کلیسا در توده مردم و در جای جای آلمان تنوره می فریاد مرگ بر کشیشان که برای مدت زیادی در خفا زمزمه میشد اکنون شعار هر روزه گشته است خصومت شدید عامه مردم باعث شد که دادگاه تفتیش عقاید هیچ کس را در آلمان محکوم نکرد رسائلی شدید و لح چاپ می شدند که چندان کلیسای آلمان را محکوم نمیکرد و بیشتر به کلیسای رومی می تاخت. برخی راهبان و کشیشان به این اعتراضات پیوستند و در شورش علیه تجملگرایی طبقه فرادست روحانیت با جامعه همراه شدند. زایرانی که از مراسم سال 1500 به آلمان بازگشتند که البته اکثرا اغراغ می کردند وحشتناکی وحشتناکی از پاپهای بی اخلاق، عیاشی کاردینالها و کفر و رشوخاری رایش تعریف می کردند. بسیاری از آلمانی ها سوگند می‌خوردند که همونطور که پیشینیانشان روم را در سال 476 شکست دادند، آنها یا فرزندانشان نیز این حکومت استبدادی را در هم خواهند شکست. تحقیر امپراتور چهار روم را از سوی پاپ گرگوری هفتم در کانوسا به یاد می‌آوردند و می‌پنداشتند که زمان انتقام فرا رسید است. در 1521 آلیاندر فرستاده آلمان به پاپ لئو دهم را از شورشی غریب الوغو علیه کلیسا مطلع ساخت او گفت پنج سال پیشتر از آلمانی های زیادی شنیده بود که آنان منتظر احمقی هستند که زبانش را علیه روم بگشاید هزار عامل تاثیرگذار کلیسایی، فکری، احساسی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی جمع آمده بود و پس از قرنها استبداد و خفقان بیم گردبادی می رفت که تمام اروپا را به کام بزرگترین انقلاب پس از فتح روم توسط بربرها بکشاند. در اینجا لیستی از عواملی که باعث شکستن پوسته قرون وسطا شد را بشنوید. تضعیف جایگاه پاپ، بلت تبعید آوینیان و انشقاق پاپی، شکست قوانین سومه ها و تجرد روحانیون، تجملگرایی اسقف ها، فساد در روم، رفتارهای دنیوی پاپ ها، اخلاق الکساندر ششم، جنگ های جولیوس دوم، سرخوشی بی تفاوت لو دهم، ده اثرات ماندگار و هر دم پرداخت پول برای رهایی از آتش جهنم، پیروزی اسلام بر قلمرو مسیحیت در جنگ های صلیبی، شناخت بیشتر مذاهب غیر مسیحی نفوذ علوم و فلسفه عرب سقوط فلسفه مدرسی در تقابل با تعقلگرایی اسکاتوس و شکگرایی کام شکست جنبش شورایی در اثرگذاری بر اصلاحات کشف عتیقه های کفرامیز و کشف قاره آمریکا اختراع چاپ افزایش سواد و تحصیلات ترجمه و خواندن انجیل تضاد چشمگیر میان فقر و سادگی حواریون و توانگری شکوهمند کلیسا افزایش ثروت و استقلال اقتصادی آلمان و انگلستان رشد طبقه متوسط خشمگین از محدودیت ها و ادعاهای کلیسایی اعتراض علیه سیل ثروتی که به روم میریخت سکولار شدن قانون و دولت شدت یافتن ملیگرایی و قدرت یافتن مونارکها تأثیر ملیتگرایانه زبان و ادبیات بومی میراث برانگیزاننده والدنسس وایکلیف و هاس افزایش تمایل به مذهبی کمتر تشریفاتی و بیشتر شخصی و درونی و بیواسطه به درستی تمام اینها سیل نیروهایی بود که پیوسته رسوم قرون وسطایی را شکست همه مرزها را زدود اروپا را به ملل و فرق تقسیم کرد بیش از پیش اثرات آرام بخش باورهای سنتی را از بین برد و شاید نماد و آغاز پایان سلطه مسیحیت بر حیات ذهنی و اخلاقی انسان اروپای غربی بود. فصل 19 انقلاب دوم 1517 تا 1555 لوتر در برابر مرام اشتراکی تتسل در 15 مارس 1517 پاپلئو دهم مشهورترین شرایط خریداری اف را اعلام کرد. کاتولیکا در آن زمان به این فلسفه اعتقاد داشتند که مسیح به پتروس قدرت عفی گناهانی را داده که شخص اعتراف می کند و پتروس نیز این قدرت را به پاپ های جانشین خود تفویز کرده. اما اینان قدرت عفی گناهانی را که اعتراف نشده باشد ندارند. و اگر شخصی گناهی را تا زمان مرگ اعتراف نکرده باشد باید در برزخ که خدای مهربان آن را به عنوان جهنم موقتی و قابل خروج در نظر گرفته تقاسان را پس بدهد اما قدیسین با رنجهایشان و مسیح با شهادتش به امتیازی دست یافتند که به وسیله آن پاپ این قدرت را داشت که بخشی از مدت زمانی را که گناهکار میبایست در عذاب برزخ بگذراند ببخشد مشروط بر اینکه وابستگانش اعمال پسندیده یا هدایای تعیین شده کلیسا را برایش ادا کنند پرداخت پول در ازای عذاب از سوی مؤمنان امری پذیرفته شده بود زیرا از زمان دادگاه های قرون بستا به این سنت عادت کرده بودند افی که لئو دهم اعلام کرد جمعآوری مخارج تکمیل کلیسای عظیمی بود که پاپ جولیوس دوم آغاز کرده و در تبوتها به جنگ تقریبا به فراموشی سپرده بود لئو آلبرشت از براندنبرگ سر اسقف جوان ماینز را مسئول این کار در مگدبرگ هالبرست و ماینز کرد. آلبرشت نیز یوهان تسل را به عنوان دستیار خود در این کار انتخاب کرد. راهبی دومینیکایی که به دلیل تواناییش در جمع آنه شهرت داشت. تسل که همواره از حمایت روحانیون محلی برخوردار بود، موعظه زیر را ترتیب داد. بشنوید. باشد که سرورمان عیسی مسیح بر تو رحم کند و تو را به وسیله مقدسترین مرحمتش ببخشاید و من با اختیاراتی که او و مقربترین حواریون پتروس و پولس و مقدسترین پاپ به من اعطا کردند تو را میبخشایم اول از محکومیت های کلیسایی و سپس از تمامی گناهان، خلافها و معذوراتت گرچه بیشمار باشند مادام که بهر مواج مغفرت الهی می و کلیت های کلیسای مقدس می نوازند تو را از تمام عذاب هایی که در برزخ انتظارت را میکشند در امان می دارم و به یاری مقدسات کلیسا احیا می کنم. و تو را به معصومیت و پاکی روزی که غسل تعمید شدی باز می گردنم. تا هنگام مرگت دروازه های عذاب بسته باشند و دروازه های آرامش بهشتی به رویت گشوده شوند وگر اکنون نمیری این بخشش تا موعد مرگ برایت باقی خواهد ماند به نام پدر، پسر و روح القدس پاستور مورخ کاتولیک در این باره نوشت شکی نیست که تتزل کاری را که از وی خواسته بودند انجام داد او فلسفه مسیحی را بیان داشت که در واقع درخواست پول برای نجات مردگان از عذاب جهنم بود بیان که توبه یا اعترافی در کار باشد چون این است که این نظرگاه به این ضرب المثل منتهی خواهد شد جرنگ جرنگ صدای پول مرده را از جهنم میرهاند پاپ البته زمانت اجرایی به این تغییر و تبدل نداد این نظریه مبهم از فلسفه مدرسی بود نه اعتقاد کلیسا تتزل به سرزمین های فردریک خردمند نزدیک نشد او اربابی ساکسونی بود با اکراه از ثروت ساکسونی گذشت و بر اساس گزارش های اقراغامیز فردریک از ورود عفی 1517 به حوزه خود جلوگیری می کرد. اما تتزل بسیار نزدیک شد و مردم ویتنبرگ از مرز عبور می کردن تا مورد اف قرار بگیرند. بسیاری از دارندگان اف نامهای پاپ را نزد لوتر استاد الهیات در دانشگاه ویتنبرگ بردند و از وی خواستند که صحت آنها را تایید کند ولی او آنها را رد کرد این مخالفت به گوش تتزل رسید او لوتر را تکویر کرد و نامش جاودانه شد رشد لوتر 1483 تا 1517 مردی که بیشترین تأثیر را در تاریخ امروز پس از کوپرنیک و کلمبوس داشت در آیسلبن آلمان به دنیا آمد پدرش هانس لوتر ای بود که معدنچی شده بود و مادرش مارگارت نام داشت. آنها که از الهیات سرشار از وحشت و مجازات ترس داشتند فرزندشان را با خشونت کلامی و ضربه های ترک بزرگ کردند چنانکه لوتر به یاد می آورد. زندگی سخت و تلخی که با والدینم داشتم باعث شد به صومعه پناه ببرم و راهب شوم. والدین و فرزندان به فرشتگان، ساهران و شیاطین غیر زمینی و خدایی که بیشتر مخلوقات بشریش را به جهنم به ابدی میانداخت باور داشتند. مارتین با قوای جسمانیش با مسایب زندگی روبرو میشد و این موجب شکلگیری شخصیت خشن او شد و او را بر مرگ پیروز کرد. در مدرسه در منسفیلد ترکه ها و سوال و جواب های مذهبی بیشتری در راه بود گفته شده که مارتین لوتر بابت اشتباه گفتن یک اسم پانزده بار در روز شلاق خورد. در چهارده سالگی به مدرسه سنت جورج در آیزناخ منتقل شد و سه سال نسبتا شاد را در آرامش منزل فراکوتا گذراند. هرگز تاثیر او را فراموش نکرد زیرا هیچ چیز با عشق زنی مهربان برابری نمی کند. در این محیط جاذبه های طبیعی جوانی را به دست آورد. سلامتی، شادابی، خوشرویی و سراحت. او همچنین صدایی زیبا داشت و عود می نواخت. در سال 1501 پدرش که به رفاه مطلوبی رسیده بود او را به دانشگاه ایرفورد فرستاد. در آنجا یونانی و عبری آموخت و آثار مشهور ادبیات کلاسیک لاتین را خواند. او فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک را بسیار نادرست می دانست. به دوستش گفت درس نخوندن بهتر از خواندن این آشغال هاست که به عنوان فلسفه به ما یاد میدهند در 1505 به درجه استادی در هنر رسید پدرش به عنوان هدیه فارغ و تحصیلی نسخه گران قیمت از قانون مدنی برایش فرستاد و از اینکه او تحصیل در رشته حقوق را آغاز کرد خرسند شد اما پس از دو ماه مارتین کتاب های قانون را کنار گذاشت چون نوری بر دغدغه های او نمیافکند. او که در اوج قوای جسمانی و قرایز طبیعی بود و در عین حال در خانه و مدرسه به وی القا شده بود که انسان ذاتا گناهکار است و گناه خدای همیشه حاضر و قهار را به خشم میآورد هرگز نتوانست خواسته های ذاتیش را با باورهایی که پیدا کرده بود آشتی دهد خدایی که به دو شناسانده بودند بیش از آن که یادآور عشق و رعفت باشد یادآور حراس بود و عیسی ایسا فقط عیسی مهربان بردبار سعادت ابدی نبود بلکه عیسای قضاوت واپسی نیز بود هم او که گناهکاران را به عذاب ابدی تهدید میکرد یک روز که در طوفان و رد و برق گرفتار شده بود و به دنبال سرپناهی میگشت با سنت آن قدیس عهد کرد که اگر نجات یافت راهب شود او نجات پیدا کرد و به آگوستینین ارمیتس مذهبی ترین سومعه در میان 20 سومعه در ارفورت درخواست پذیرش داد. او پذیرفته شد و با توازوی مغرورانه پسترین دستورات محوله را انجام میداد. در اتاقی محقر که وسیله گرم کننده نداشت می لرزید. دعاها را در تکرارهای ملالاور تمرین می کرد، روزه می گرفت و خود را شلاق می زد تا شیاطینی را که به نظر می رسید در تنش لانه کرده اند بیرون بروند. در 1506 عهد ابدی بست و در 1507 کشی شد. راهبان دیگر که نگران بودند لوتر عقلش را از دست بدهد به او یک انجیل لاتین دادند و تشویقش کردند که آن را به هیچ سؤالی بخواند اما او در کتاب پولس قدیس خطاب به رومیان باب یک آیه هفته به بخشی رسید که بر پریشانیش افزود عادل باید با ایمان زندگی کند و در کتاب سنت آگوستین به این تفکر در حال گسترش دست یافت که خدا پیش از خلق مخلوقات برخی ارواح را برای رستگاری و بهشت و برخی دیگر را برای لعنت ابدی میآفریند و کسی که برای رستگاری برگزیده می شود تنها به خاطر مصائب مسیح به این شایستگی نایل شده این تفکرات یعنی اراده خدا برای رستگاری فرد و نه کردار خوب خود انسان و نیز اعطای شایستگی صرفا از جانب مسیح مبنای باورهای متفاوت لوتر و پیروانش شد. او در 1505 به سومه ای در ویتنبرگ منتقل شد. ابتدا سمت آموزگاری منطق و فیزیک و سپس استادی فیزیک و الهیات به او داده شد. هنگامی که در جریان نحوه کار تتزل در جمع وری پول در ازای اف قرار گرفت احساس کرد که باید درباره تجاری شدن ایمان و اعتقادات اظهار نظر کند. خیلی زود اعلامیه‌ای در 95 ماده درباره قدرت آمرزش تدوین کرد. در 11 اکتبر 1517 نسخه ای از این اعلامیه را بر سردر اصلی کلیسای ویتنبرگ نصب کرد. عمل اظهار نظر و پیشنهاد دفاع از آن در مقابل مخالفان بسیار پیشتر و در دانشگاه های قرون وسطا مرسوم شده بود و سردری که لوتر انتخاب کرد معمولا به عنوان تابلو اعلانات دانشگاهی استفاده میشد. او اعلامیش را با دعوتی دوستانه شروع کرده بود. بشنوید؟ با عشق به دیانت و امید به تاوانیدن نوری بر آن غذایای زیل در ویتنبرگ تحت ریاست پدر روحانی مارتین لوتر استاد هنرها و اعتقادات مقدس و سخنران همیشگی آن مکان بررسی خواهد شد درخواست می شود کسانی که نمی توانند حضور یابند و به صورت کلامی مناظره کنند این کار را از طریق نامه انجام بدهند با جسارت ذاتیش نسخه ای از اعلامیه را هم برای سر اسقف آلبرشت از ماینس فرستاد و برای حصول اطمینان از اینکه در سطحی وسیع خوانده خواهد شد ترجمه آلمانی آن را نیز میان مردم توضیح کرد او با هوشیاری و شاید ناخواسته آغازگر اصلاحات در آلمان شد اصلاحات به شکل انقلاب اعلامیه لوتر نقل محافل جامعه تحصیل کرده آلمان شد. احساسات فروخورده ضد روحانیت پس از نسل ها صدایی یافته بود. فروش اف با انتقاد و مقاومت روبرو شد. اما محکومیت های شدیدی در انتظار لوتر بود. از جانب معاون رئیس دانشگاه انگلشتات و از جانب یاکوب فون هوکشتراتن از کلن که اعلام کرد لوتر باید بر تیرک چوبی سوزانده شود. لوتر در جزوهی به زبان لاتین به نام قطنامه ها از نظراتش دفاع کرد و نسخه ای از آن را برای اسقف محلی و پاپ فرستاد. اما در مقابل لئو دهم به طور خاص تواضعی غیر معمول از خود نشان داد. بشنوید پدر مقدس خود را با تمام آنچه هستم و دارم در مقابل پاهای شما بر خاک می اندازم. زندگی ارزانی کنید. جانم را بستانید. بخوانید باز بخوانید موافق باشید. مخالف باشید. هر آنچه که بخواهید من صدای شما را صدای مقدس مسیح می دانم که در شما حلول یافته و سخن می گوید. اگر سزاوار مرگ هستم از آن ابایی ندارم مشاوران لئو به او هشدار دادند که قسنامه ها بیانگر برتری شورای جهانی متشکل از همه اسقفان بر پاپ است و او اندکی از سنت ها و زیارت ها را پذیرفته ولی تمام منظماتی را که پاپ ها طی سه قرن پیش از جنبه های نظری و عملی به عفی افسوده اند رد کرده بی تفاوتی نسبت به نشر این افکار کل نظام کلیسا و سلطه مطلق پاپ را به خطر می انداخت لئو که در بعد و امر عقاید لوتر را به عنوان جوششی گذرا در میان تئوریسین ها نادیده گرفته بود حالا این مسئله را جدی گرفت و راهب نامبرده را به روم احضار کرد لوتر که می در روم گروگان گرفته یا زندانی شود به گورک اسپالاتین دستیار فردریک ساکسانی نامه ای نوشت و پیشنهاد کرد که شاهزادگان آلمانی در مورد شهروندانشان حکم استرداد به دولت مطبوعه را در مقابل ایتالیا اعمال کنند فردریک موافقت کرد و امپراتور ماکسیمیلیان به او توصیه کرد که مراقب این راهب باشید. لئو طی ای از لوتر خواست در آکسبورگ در مقابل کاردینال کاجتان از اتهامات خود مبنی بر تشویش از خان و بدعتگذاری دفاع کند. لوتر به آنجا رفت در 12 اکتبر 1518. اما عالم الهیاتی نیافت تا با او بحث کند و از نظریاتش دفاع کند تنها یک متفکر ابوس در آنجا یافت و کاردینال به این معترض گفت که کلیسا برای حفظ نظم و امنیت کلیسایی نمیتواند اجازه بدهد که راهبی از پیمان خود با انتشار عقایدی که از سوی کلیسا محکوم است تخطی کند کاجتان دستور داد لوتر در ملع عام از عقاید ساختار شکنانش عقب نشینی و سوگند یاد کند که هرگز نظم قلمرو مسیحیت را بر هم نزند لوتر نپذیرفت و به اتاقش در ویتنبرگ بازگشت. کاجتان از فردریک خواست که فرد شورشی را به روم بفرستد ولی او نپذیرفت. در 9 نوامبر لئو فرمانی صادر کرد و در آن بسیاری از ادعاهای بزرگ آمرزش را انکار کرد. در 18 نوامبر لوتر با انتشار درخواستی از پاپ و مشاورانش تقاضا کرد که در شورای عالی به قضاوت او بنشینند. لئو اشرافزاده ساکسونی را فرستاد تا تلاش دیگری برای مطیع ساختن لوتر انجام دهد پس از ملاقات آن دو لوتر آنقدر مجذوب جوان شد که نامهای دوستانه به تتزل نوشت که او کمی پس از آن مرد و در سوم مارس ای به لئو فرستاد و اطاعت کامل خود را اعلام کرد پاپ به دو پاسخی دوستانه داد و لوتر را به روم دعوت کرد و گفت هزینه سفر او را نیز بپردازند اما در 17 مارس لوتر طی نامه ای احتمالا شوخ به اسپالاتین نوشته بود به کلی گیج شدم که پاپ ضد مسیح هست یا هواری و از آلمان خارج نشد. افکار عمومی بیش و بیشتر لوتر را تحسین می کرد. بسیاری از دانشجویان مدافعان پرشور او شده بودند. افراد مهمی که لوتر چندان همانها را نمی شناخت. بانند دورر هنرمند و پریخایمر تاجر مورد احترام. هر دو از نورنبرگ. حمایتشان را اعلام کردند اولریش فون هوتن شاعر انقلابی لب به ستایش از او گشود و از فردریک و دیگر حاکمان آلمان خواست که تمام مالیات و ثروت کلیسایی را که اغلب به روم فرستاده میشد صرف آلمان کنند لوتر که اینچنین حمایت و تشویق شده بود در بهار 1520 رؤوس مطالب را چاپ کرد که با اشتیاق و اقبال عمومی در برابر تعصب مذهبی قرار گرفت بشنوید اگر روم دانش پاپ ها و کاردینال ها را باور دارد و آموزش می دهد که امیدوارم اینطور نباشد پس در این نوشته ها آزادانه بیان می دارم که ضد مسیح حقیقی در معبد خداوند نشسته است و در روم حکومت می کند و مقر پاپ در روم پرستشگاه شیطان است. اگر درند خویی رومی ها ادامه یابد، چاره جز این باقی نمی ماند که امپراتوران، شاهان و شاهزادگان با نیروها و ارتشهایشان گرد هم آیند و به این بلایای جهان حمله ور شوند و مشکلی را که دیگر با کلمات حل نمی شود با شمشیر حل کنند. اگر با دزدان با چوبه دار با سارقان با شمشیر و با کفار با آتش مقابله می چرا با سلاح با این استادان تباهی این کاردینال ها پاپ و همه این مرکز فساد رومی که کلیسای خدا را بی اندازه فاسد می کند مقابله نکنیم و دستمان را با خونشان نشوییم در فرمان 15 جوان 1520 لو دهم ده چهل و یک نظریه از لوتر را محکوم کرد از مردم خواست هر نوشته ای را که شامل آنها باشد بسوزانند و او را به روم احضار کرد تا در دادگاهی علنی حضور به هم برساند پس از شهست روز مقاومت طی فرمانی از تمام قلم مسیحیت ترد شد. همه مؤمنین باید از او به عنوان کافر و بدعتگذار دوری می کردند و زعمای سکولار نیز باید وی را از حوزه خود تبعید یا به روم تحویل می دادند. با این فرمان لوتر با اظهارنامه‌ای تقریبا بینظیر در تاریخ مواجه شد او شخصی را یافت که نامه سرگشاده به طبقه اشراف مسیحی ملت آلمان درباره اصلاحات حکومت مسیحی را نه به لاتین که به آلمانی چاپ کند در آن زمان ملت آلمان وجود نداشت بلکه رهبران آلمانی بودند که هر کدام به طور مستقل رسوم، قوانین، ارتش و غرور ملی خود را داشتند. لوتر از این مرزها عبور کرد و با تمام آلمان از طریق رهبرانشان سخن گفت. رهبرانی که به باور لوتر اجازه میدادند سرمایه های ارزشمند مرزهایشان را در داد و به ایتالیایی متخاصم برود. برخی تخمین زده بودند که سالانه 300 هزار گلدن از آلمان به ایتالیا می رود. به مرکز فتنه رسیده ایم. ما آلمانی ها چرا باید اجازه بدهیم که چنین دزدی و اخازی از اموالمان به دست پاپ انجام بگیرد؟ اگر عادلانه دزدان را به دار میآویزیم و سر سارقان را از تن جدا می چرا باید بگذاریم هرس و طمع رومی ها بی پاسخ بماند زیرا او بزرگترین سارقی است که تا حالا وجود داشته و به دنیا پا گذاشته و به نام مقدس مسیح و پتروس قدیس این کارها را انجام میدهد چه کسی میتواند اینها را بیش از این تاب بیاورد و ساکت بنشیند لوتر بر جزئیات اصلاح مذهبیش افزود روحانیون آلمانی باید کلیسای ملی تحت رهبری سر اسقف ماینز داشته باشند تکد دیگری می باید خاتمه یابد که شیشان حق ازدواج داشته باشند و زیارت مراسم اشا برای مردگان و تعطیلات مذهبی غیر از یک شنبه ها ملغا شوند تمام قوانین شرعی که جرایم روحانیون را رو از شمول قوانین سکولار خارج می میبایست نادیده گرفته میشد و کلیسای آلمانی خود را با طرفداران هاست در بوهم تطبیق میداد باید به وسیله کتاب با کفر مقابله کرد نه با کتاب سوزاندن پاپ به راستی ضد مسیح است ای پاپ تو مقدسترین نیستی بلکه گناهکارترینی خدای بهشت به زودی تاج و تخت تو را نابود خواهد کرد و آن را از پرتگاه جهنم پایین خواهد انداخت. محافظه نامه سرگشاده را بی و افراتی می خوندند و بسیاری از آلمانی ها آن را قهرمانانه ترین عمل در کل تاریخ می دانستند. ناشران ویتنبرگ دست به چاپ نسخ جدیدی از نامه سرگشاده زدند. آلمان مانند انگلیس به نقطه رسیده بود که در پی ملیتگرایی بود. تا آن زمان آلمان در نقشه وجود نداشت. اما آلمانی ها چرا؟ که به تازگی از وجود خود به عنوان ملت آگاه شده بودند. همچنان که هوس بر وطن پرستی بوهمیایی خود پافشاری کرده بود و همچنان که هنری هشتم هیچ باور کلیسایی مگر سلطه پاپ بر انگلستان را رد نکرده بود. لوتر برداشت های خاص خود را از انقلاب نه در کویر الهیات که در خاک حاسد خیز روحیه ملیگرایی آلمانی کاشت. هر جا مذهب پروتستان پیروز شد این ملیگرایی بود که پرچم را به احتزاز می برد. با وجود مبارزه طلبی غیر قابل انکار لوتر فرستاده ای از جانب پاپ آمد و از وی خواست نامه ای به لئو بنویسد و هر توهینی به شخص او را انکار و تلاش برای اصلاحگری را دغدغه اصلیش بیان کند او احترام خود را به پاپ به عنوان یک فرد ابراز داشت اما به هیچ انعطافی فساد پاپ را در گذشته و حال محکوم کرد بشنوید شهرت شما و شهرت زندگی منزه شما بر همگان روشن و بالاتر از آن است که بتوان آن را زیر سوال برد اما می بینید آنچه قلم روی پاپ در روم خوانده می شود و آنچه نه شما و نه هیچ کس دیگری می توانید انکار کنید فسادی بیش از دوران بابل یا صدوم است من به وضوح از آن نفرت دارم کلیسای رومی به مرکز و جولانگاه دزدان تبدیل شده بی شرمتر از فاحش خانه ها قلم روی گناهان و مرگ و جهنم است من همیشه تأسف خوردم لئو مینازیر که در این هنگامه به پاپی انتخاب شده اید زیرا شما لیاقت زمان بهتری را دارید بنابراین لئو گرامی به این گناهکاران گوش نکنید که شما را بیش از فرومایه ای نمی بینند شما بنده بندگان هستید آنها شما را بر بالای جهان کلیسایی قرار دادند آنها که تفسیر کتاب مقدس را به شما نسبت دادهاند زیرا تحت لوای نامتان به دنبال شرارتهای خود در کلیسا هستند و افسوس که از قبل آنان شیطان با چه سرعتی به کمک پیشینیان شما شتافته در نهایت نه آنهایی را باور کنید که شما را بالا میبرند و نه آنهایی را که سرزنشتان میکنند در این زمان فرستادگان پاپ پیام او را مبنی بر ترد لوتر در آلمان پخش میکردند حتی در برخی شهرها کتابهای او را در ملع عام آتش زدند لوتر در مقابل تعدادی از دانشجویان ویتنبرگ را تشویق کرد که نسخه های از آن اعلان را همراه با قوانین رایج و نسخی از الهیات کاتولیک آتش بزنند دانشجویان شادمان نسخ دیگری را نیز افسودند و آتش تا بعد از ظهر زبانه می کشید. در 11 دسامبر لوتر اظهار داشت که هیچ کس از برزخ نجات نمی‌یابد مگر آنکه قوانین پاپ را انکار کند این بار راهب پاپ را ترد کرد شورای ورمس 1521 لئو اکنون در جستجوی یاری غیر مذهبی برای کلیسای بدنام شدهش از چارلز پنجم که در 19 سالگی در 1519 رهبر امپراتوری مقدس روم شده بود کمک خواست. تا به شاهزادگان و روحانیون آلمانی فرمان بدهد جنبش لوتر را به عنوان تهدیدی نه فقط برای کلیسا بلکه برای پایه های نظم اجتماعی تمدن اروپایی متوقف کنند موقعیتی که پاپ در آن قرار گرفته بود شاهزادگان آلمانی و امپراتور جوانی بود که او نیز با مشکلات اساسی در زمامداری و تاریخ خود دست به گریبان بود یک حکومت تا چه اندازه به عوامل روانشناختی برای برقراری نظم وابسته است و عوامل روانشناختی تا کجا به شرایط اقتصادی و قدرت سیاسی بستگی دارد؟ آیا حاکم برای حفظ سلطه، نظم اجتماعی، اطاعت عمومی و اعتبار حکومتش به یاری مذهب نیاز دارد؟ و آیا حکومت می تواند قدرتش را از نهادها و سلطه مذهبی به دست بیاورد؟ شاهزادگان آلمانی که از لوتر در برابر کلیسای کاتولیک دفاع می کردند بر توانایی خود در دهی و استفاده از باورهای مذهبی مردم مستقل از کلیسای رومی قمار می کردند و قمار لئو بر این احتمال ضعیف بود که حاکمان آلمانی از این فرصت برای آزادی خودشان از زیر سلطه پاپ و رشد اقتدار کلیسای آلمان بهره نبرند. البته قمار بزرگ بر سر زندگی یا مرگ لوتر بود. او قدرتمندترین نهاد اروپا را به چالش کشیده بود کلیسایی که از لحاظ سلاحهای فیزیکی ضعیف بود اما پایه و ریشه مذهبی تمدن اروپای غربی به حساب می آمد. او تقریبا به تمام جنبه های کلیسای کاتولیک حمله کرده بود و هیچ پشتوانه جز چند شاهزاده آلمانی نداشت که آنان نیز از قدرت و حمایت خود اطمینان کامل نداشتند تنها اکثریت مردم با شوق بسیار حامی وی بودند یکی از نمایندگان پاپ گزارش داد تمام آلمان علیه روم برخواسته تمام دنیا تقاضای تشکیل شورایی در خاک آلمان را دارد فرمان ترد از طرف پاپ مورد تمسخر قرار گرفته بسیاری از مردم از گرفتن عفی مقدس دست کشیدند مارتین را با حاله نورانی گرد سرش تصویر می کنند بر نقش او بوسه می زنند. آثار او آنقدر به فروش رفته که به شمارش نمی آید. من نمیتوانم پا به خیابان بگذارم مگر آنکه با آلمانی های زیادی روبرو شوم که دست به شمشیر به من دندان نشان میدهند امیدوارم اگر اتفاقی برایم افتاد پاپ مرا مورد آموزش کلی قرار دهد و مراقب خواهرها و برادرهایم باشند شورای ورمس در 27 ژانویه 1521 شامل اشراف و روحانیون تراز اول آلمان، نمایندگان شهرها و مأموران امپراتور و پاپ تشکیل شد. چارلز دعوتنامه برای لوتر فرستاد که بیاید و درباره اتهاماتش پاسخگو باشد. شورا رفت و برگشت او را از ویتنبرگ به ورمس و بلعکس تضمین کرد و افزود نگران هیچ خشونت و مزاحمت نباش. دوستان لوتر به وی توصیه کردند که نرود و سرنوشت هاست را در کانستانس به یادش بیاورد. لوتر به آنها گفت با اینکه تعداد شیاطین در آنجا به اندازه سفالهای روی بام هاست میروم. و رفت. خیابانهای ورمس سرشار از مردمی شده بود که برای دیدن بدعتگزار معروف آمده بودند. قریب دو هزار نفر دور کالسکی او جمع شده بودند. حتی امپراتور نیز در سایه او را تماشا می کرد. در 17 آوریل لوتر با لباس راهبانه در مقابل شورا و امپراتور جلوس کرده در صندلی ریاست حاضر شد. مجموعه از نوشته هایش را در برابرش گذاشتند و از او پرسیدند آیا تمام بدعتهایی را که در آنهاست رد می کند؟ او برای مدتی جرأت از کف داد و زمان خواست تا تصمیم گیری کند. چارلز یک روز به او فرصت داد. در هجده آوریل دوباره در دادگاه حاضر شد و پذیرفت که هر بخشی از کتابهایش را که ثابت شود مقایر با کتاب مقدس است مردود بداند و حذف کند. از او پرسیدند مارتین درخواست تو برای شنیدن کتاب مقدس حرفی است که بدعت همیشه میزنند تو کاری جز تکرار اشتباهات وایکلیف و هاس نمی کنی. چطور می توانی فکر کنی که فقط تو معنی کتاب مقدس را میفهمی آیا قضاوت خود را برتر از بسیاری از بزرگان میبینی و ادعا می کنی بیشتر از همه ایشان می دانی؟ حق نداری مذهب مقدس ارتدوکس را که توسط مسیح مقدسترین قانونگذار طراحی شده و به وسیله حواریون به سرتاسر سر دنیا رفته و یادآور خون سرخ شهداست از طرف کلیسا نیز مورد تایید قرار گرفته زیر سوال ببری و ما از جانب پاپ و امپراتور از صحبت درباره آن من شده ایم وگرنه پایانی بر این مناظره نیست از تو میپرسم مارتین بیطرفانه و منصفانه به من پاسخ بده آیا منکر کتابهایت و خطاهایی که در آنهاست میشوی یا نه لوتر پاسخ تاریخیش را به زبان آلمانی داد بشنوید از آنجا که حضرت عالی پاسخ ساده ای می من بیطرفانه پاسخ می دهم. آیا من بر اساس شهادت بر کتاب مقدس یا از طریق منطق روشن و ادله صحیح محکوم شده ام؟ وجدان من اسیر کلمات خداست. من قضاوت پاپ ها و کاردینال ها را قبول ندارم زیرا یکدیگر را نقض می نمیتوانم و هیچ چیز را رد نمی کنم. زیرا عمل بر خلاف وجدان نه درست است و نه به نفع من. خدایم یاریم کند. آمین در پاسخش گفتند که خطایی در باورهای شورا وجود ندارد لوتر پاسخ داد که آماده است این اشتباهات را اثبات کند اما امپراتور قاطعانه دخالت کرد کافی است از آنجا که او شورا را رد کرده دیگر به حرفهایش گوش نمیکنیم لوتر به اتاق خود بازگشت در 19 آوریل چارلز که دو روز برای بازگشت و ندامت لوتر صبر کرده بود شاهزادگان را به تالار فرا خواند و تصمیم اتخاذ شده را با ایشان در میان گذاشت راهبی که در مقابل مسیحیت هزار ساله می ایستد قطعا اشتباه می کند. من دیگر کاری با لوتر ندارم او می تواند از زمانت بازگشت خود استفاده کند و برگردد به شرط آنکه موعظه نکند و آشوب به راه نیندازد در غیر این صورت من علیه او به عنوان کافری بدنام اقدام خواهم کرد و از شما هم میخواهم آنطور که قول دادید عمل کنید چهار ارباب موافقت کردند و فردریک از ساکسونی و لودویک از پالاتینیت امتنا لوتر در 26 آوریل به سوی ویتنبرگ حرکت کرد لوه دهم فرمان داد که قرار تأمین امنیت او باید محترم شمرده شود با این حال ارباب فردریک از ترس اینکه گارد امپراتوری لوتر را پس از منقضی شدن دوران حفاظتش در ششم می بازداشت کند با همراهی لوتر شرایطی را ترتیب داد که برای مدتی در انزوا و در پوششی روستایی در قلعه دوردست بر فراز کوهی زندگی کند چارلز تلاشی برای دستگیری او نکرد لوتر در 19 فوریه 1522 به دانشگاه ویتنبرگ بازگشت و در آنجا نظریه الهیاتی را تنظیم کرد که هنوز مبنای اصلی مذهب لوتری در همه جاست. در این هنگام او خود را در مقابل انقلابی متفاوت اما به اندازه انقلاب خود اساسی یافت. شورش اجتماعی 1522 تا 1536 جنگ دهقانان پیروزی ظاهری انقلاب لوتر بر ضد کلیسای رومی راهبان و کشیشان را به قیام علیه تجرد، فقر و تسلیم شدن به قدرتی خارجی و اقتدارگرا تشویق کرد. پیشتر نیز مشقاتی موجب قیام های بسیار از سوی روستاییان شده بود که هنوز از دهقانان را آشفته می ساخت. و حال که لوتر کلیسا را شکست داده شاهزادگان را توبیخ کرده موانع نظم و عهدهای کهنه را شکسته اجازه کشیش شدن را به همه داده و آزادی فرد مسیحی را اعلام کرده بود با قدرت بیشتری ظهور میافت. دست به دست چرخیدن روزافزون عهد جدید همان اندازه که ضربه به سلطه مذهبی به شمار میآمد ضربه سیاسی نیز بود آشکار کننده دنیا دوستی روحانیون اصول اشتراکی حواریون و همدردی مسیح با فقرا و بیچارگان این موارد برای افراتیون این زمان به مانیفست اشتراکی حقیقی تبدیل شده بود در سال 1521 رساله ای از یوهانس آبرلین خواستار حق رأی برای تمام مردان جهان شد همچنین اطاعت تمام حاکمان از شورایی که به صورت عمومی انتخاب شده لغو کلیه نهادهای سرمایهداری و حق تحصیل برای همه کودکان در رشتههای لاتین، ابری، ستاره و پزشکی. در سال 1522 رساله به عنوان نیازهای ملت آلمان خواستار لغو تمام عوارض، مالیات ها، ها و جرایم شد. محدودیت مؤسسات تجاری به حد اکثر ده هزار گلدن. حذف قوانین دینی از حکومت مدنی. مصادره اموال کلیسایی و توزیع عواید آن میان فقرا. وایزان عقاید پروتستانی اینها را با آرمانهای قاییشان تبلیغ می شخصی ادعا کرد که درهای بهشت به روی دهقانان گشوده اما به روی روحانیون و اشراف بسته است. شخص دیگری به کشاورزان توصیه کرد که پولی به کشیشان و راهبان ندهند. کسانی هم بودند که به مخاطبانشان اندرز می که کشاورزان، معدنچیان و زورتشینان بهتر انجیل را می و آنها را بهتر از دهکدهای از راهبها و کشیشها یا متخصصان الهیات تدریس می کنند یکی از آنها حتی افسود بهتر از لوتر آثار تومانس مونزر همه توجهات را به خود جلب کرده بود او از شاهزادگان دعوت کرد تا مردمی را در شورش علیه روحانیت و سرمایداری رهبری کند از آنجا که شاهزادگان از این فرصت استفاده نکردند و از مردم خواست آنها را نیز براندازند. و جامعه تازه بر اساس آنچه افلاتون در نظر داشت بنا کنند او نوشت همه چیز مشترک است باید بر اساس نیازهای همه تقسیم شود هر شاهزاده کنت یا بارونی که پس از شنیدن حقیقت با لحنی محبت آمیز نخواهد آن را بپذیرد یا باید سر از تنش جدا و یا به دار آویخته شود منظر ارتشی از دهقانان و کارگران تشکیل داد و سلاحهای سنگین برای آن فراهم کرد او گفت به پیش بروید تا آتش هنوز داغ است به پیش بروید بگذارید شمشیرهایتان به خون گرم شود در 24 آگست 1542 هانس مولر در اقدامی طبق گفته منظر تعدادی دهقان را گرد آورد و آنها را تحت برادری انجیلی درآورد که سوگند خورده بودند کشاورزان را در تمام آلمان آزاد کنند در پایان سال 1542 حدود سی هزار دهقان در ارتشی که جنوب آلمان بودند که از پرداخت مالیات، خراج کلیسایی یا رهن فودالی سرباز میزدند و قسم خورده بودند که یا آزاد شوند یا بمیرند نمایندگانشان در منینگن بیانیه دوازده فقره را ایراد کردند که آن نیمی از آلمان را به آتش کشید. آرامش و برکت خداوند به یاری مسیح بر خوانندگان مسیحی این پیام باد تا کنون مرسوم بوده که با ما مانند اموالشان رفتار کنند و این رقت است زیرا مسیح با ریختن خون ارزشمند خود ما را رها کرده و باز خریده است ما نسبت به حاکمان منتخب و معینمان که خدا برایمان تعیین کرده مشتاقانه در مورد تمام مسائل درست و مسیحی فرمان برداریم. آنها با شادی ما را از بردگی رها خواهند کرد یا در انجیل به ما نشان خواهند داد که ما برده هستیم ما به خاطر وظایفی که فشار آنها روز به روز بر ما بیشتر می شود بسیار اندوهگین هستیم ما آزرد خاطریم زیرا دشت دشتها و زمینهایی را که متعلق به کل جامعه بوده برای خود برداشتند اگر یکی یا بیشتر از این فقراتی را که در اینجا توضیح داده شده بتوان با کلام خدا اثبات کرد که اشتباه است ما از آن عقب نشینی خواهیم کرد اگر با استفاده از کتاب مقدس برای ما اثبات کنند رهبران دهقانان که از اعلامی های لوتر جرأت گرفته بودند نسخه ای از این بیانیه را برای او فرستادند و از وی تقاضای حمایت کردند لوتر با رساله انتشار یافته در آوریل 1525 به نام توصیه به آرامش به آنان پاسخ داد و پیشنهادشان را مبنی بر اصلاح با رویه کتاب مقدس تشویق کرد او متوجه اتهاماتی که تا پیش از آن رایج بود شده بود اینکه صحبتها و نوشتههایش منجر به شورش می شود. ولی زیر بار آن نرفت و به تشویقش به فرمانبرداری مدنی اشاره کرد با این حال از انتقادش نسبت به طبقه مرفه پاپس نکشید بشنوید کسی دیگری جز شما در جهان وجود ندارد که به دلیل این شورش شیطانی از او تشکر کنیم شاهزادگان و اربابان و مخصوصا شما سر اسقفان نابینا و کشیشان و راهبان دیوانه که قلبهایتان نسبت به انجیل مقدس سخت گشته گرچه میدانید که حقیقت است شما در حکومت دنیویتان جز دنبال کردن منافع خود کاری نمی کنید. تا بتوانید زندگی با شکوه و مفتخرانه خود را داشته باشید و اکثریت فقیر مردم دیگر نمیتوانند این وضعیت را تحمل کنند از آنجا که باعث قهر خداوند هستید بیشک بر شما نازل خواهد شد اگر رفتارتان را در زمان مناسب اصلاح نکنید دهخانان گرد هم میآیند و این مایه تخریب ویرانی و نابودی آلمان همراه با کشتار و خونریزی خواهد بود مگر اینکه خدا توبه ما را بپذیرد و از آن جلوگیری کند او به شاهزادگان و اربابان توصیه کرد که عدالت را در این بیانیه دریابند و قانونی برای رسیدگی به آن مشکلات تصویب کند از دهقانان به خاطر نامرادی هایی که در حقشان شده بود از خواهی کرد اما از آنان خواست که دست به خشونت و انتقامجویی نزنند او پیش بینی کرد که متوسل شدن به خشونت شرایط را بدتر از قبل خواهد کرد پیش بینی کرد که شورش خشونت آمیز سبب بدنامی اصلاحات مذهبی می شود. و او را بابت همه اتفاقات سرزنش خواهند کرد. دهقانان را نصیحت کرد که از مأموران دولت اطاعت کنند و در لحظه بیباکانه از آنها خواست که آزادی انسان مسیحی را به صورت آزادی روحانی معنا کنند. تو ام با فلاکت و حتی در اوج بردگی. بشنوید؟ مگر ابراهیم و دیگر پیامبران از برده ها استفاده نمی کردند. آن چرا قدیس راجع به خدمتکاران که در آن زمان بردگان بودند نوشته است بخوانید. بنابراین بخش سوم این بیانیه شما در مقابل انجیل رد شده است. این بخش همه مردم را برابر قرار می دهد و این غیر ممکن است. زیرا ملکوت دنیاوی نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه نابرابری میان افراد وجود داشته باشد. بنابراین برخی افراد آزادند، برخی اسیر، ادهی اربابند و برخی بنده. رهبران دهقانان لوتر را خائن خواندند و به شورش ادامه دادند بعضی از آنان عینا به دنبال رویای برابری بودند اشراف باید از قصرهایشان بیرون میآمدند و مانند دهقانان یا شهرنشینان زندگی میکردند دیگر نباید بر پشت از پا می نشستند زیرا از افراد عادی بالاتر قرار می گرفتند پیشوایان مذهبی باید خادم کلیسای خود می بودند، نه ارباب و اگر دقیقا پایبند کتاب مقدس نبودند می بایست تبعید می شدند. کارگران شهری انحصاری بودن دفاتر را به ثروتمندان اختلاس سرمایه های عمومی را توسط کارمندان فاسد و بالا رفتن مکرر قیمتها در این عدم افزایش ها را محکوم می کردند. برخی رهبران شورشی معتقد بودند تمام اموال کلیسا باید مصادره شود و به مصارف غیر مذهبی برسد. تمام عوارض حمل و نقل و تعرفه های گمرکی باید برداشته شود و در تمام امپراتوری یک واحد پول و یک واحد وزن وجود داشته باشد. در بهار سال 1525 شورش های پراکنده بسیاری آغاز شد. در هیلبورن، روتنبرگ، ورزبرگ، نمایندگان کارگران نهادهای شهری را در دست گرفتند. در فرانکفورت جماعت پیروز اعلام کرد که از آن پس همگان مشاور، شهردار، پاپ و امپراتور خواهند بود. در روتنبرگ کشیشان از صومعه بیرون رانده شدند. شمایل مذهبی و کلیساها ویران شد و مخزن شراب روحانیون در سرمستی پیروزی خالی شد. تقریبا تمام قلمرو دوک فرانکونیا به شورش پیوستند. بسیاری از اربابها و اسقفها که برای مقاومت آمادگی نداشتند سوگند خوردند که اصلاحات را پذیرفتند و یکباره بردگانشان را آزاد کردند. بخشی از طبقه پایین روحانیت نیست که از سلسله مراتب خشمگین بودند از شورش حمایت میکردند در نیفایم در کنار رود دانوب سه هزار دهقان به سرکردگی کشیشی شهر را تصرف کردند هرچه شراب بود نوشیدند کلیسا را قارت کردند ارگ کلیسا را شکستند از لباس رسمی کشیشان برای خود پاپوش دوختند و آنان را در معابر به تمسخر گرفتند در این شهر ارتشی از مزدوران امپراتور تحت رهبری ژنرال گورک وون شهر را محاصره و شورشیان نامنظم را فراری داد. پنج نفر از رهبران شورشی گردن زده شدند. به باقی افراد رحم شد. اما مزدوران امپراتور کلبه های بسیاری از دهخانان را آتش زدند. در آدینه نیک 15 آوریل 1525 سه شورش تصادفی تحت رهبری متسلر، گیر و روهرباخ شهر واینزبرگ در نزدیکی هیلبون را که تحت حاکمیت کنت لودویگ فون هلفنشتاین منفور بود محاصره کردند. هیئت نمایندگان دهخانان پشت دیوارهای شهر رفتند و درخواست مذاکره کردند. کنت و شوالیه هایش در اقدامی ناگهانی گروه مذاکره کننده را قتل عام کردند. در یک شنبه عید پاک، مهاجمان دیوارها را تخریب کردند و چهل نفر مسلحی را که مقاومت می کردند کشتند. کنت، همسرش دختر امپراتور پیشین، ماکسیمیلیان و شانزده شوالیه به اسارت گرفته شدند. روهرباخ به هفته مرد اسیر دستور داد که با دهقانان نیزه به دست مبارزه کنند. کنت پیشنهاد کرد تمام اموالش را به جای این مجازات بپذیرند اما پیشنهادش را نوعی تلاش برای وقتکشی تلقی کردند کنتس زج زنان برای نجات جان همسرش التماس می کرد. روهرباخ دو مرد را معمور کرد که وی را نگه دارند تا شاهد آتش انتقام باشد. همزمان که کنت در میان خنجرها و نیزه ها به سوی مرگ گام بر می داشت دهقانان را به یادش می یکی فریاد زد برادرم را به سیاه انداختی. فقط به خاطر اینکه با دیدن تو کلاه از سر بر نداشت دیگران فریاد زدند تو از ما مانند گاوی که شخ میزند کار کشیدی تو دستهای پدرم را قطع کردی چون خرگوشی را در زمین خودش کشته بود از پا سگها و شکارچیان تو روی محصول من میرفتند و لهشان میکردند تا سکه آخر پولمان را از ما میگرفتی در عرض نیم ساعت شانزده شوالیه نیز به سرنوشتی مشابه دچار شدند آنان به کنتس اجازه دادند در دیری استراحت کند. تقریبا در تمام نواحی آلمان دهقانان سر به شورش برداشتند. سومه ها غارت یا محکوم به پرداخت جریمه های کلان شدند. در یکی از شهرها سر ازخوف پیش از شروع طوفان گریخت. اما جانشین او با خواندن دوازده فقره و پرداخت جریمه پونزده هزار گلدر از تخریب حوزه اسخوفیاش جلوگیری کرد در 11 آوریل بومیان بمبرگ با رد حق حاکمیت اسقف قصر او را غارت کردند و سوزاندند و به خانه های ارتدکس ها نیز دست درازی کردند در شهر دیگری شورش با چنان سرعتی گسترش یافت که تا پایان آوریل هر فرد ارتودکس یا ارباب ثروتمندی به خاک سیاه نشسته بود در 28 آوریل ارتشی متشکل از 10 ده هزار دهخان به زابرن مقر اسقف اشتراسبرگ یورش بردند شهر را تصرف و صومعه را ویران کردند مردان را مجبور به اطاعت کردند بدهی های کلیسایی را لغو و اعلام کردند که از آن پس تمام معموران به جز معموران امپراتوری با رأی مردم تعیین خواهند شد و باید پاسخگوی ملت باشند در فرایبورگ دهقانان قصرها و دیرها را قارت و شهرها را مجبور کردند که به برادری پروتستان بپیوندند در ماه می گروهی از دهقانان اسقف ورزبرگ را از قصرش بیرون راندند و در انبارهای مشروبش به عیاشی مشغول شدند. در نیوشتاد در پالاتینیت ارباب لودویگ در محاصره هشت هزار دهقان درآمد و رهبران آنان را دعوت به شام کرد و خورسندانه با دستوراتشان همراه شد. یکی از هم گفته است در آنجا رعیتها با اربابشان نشستند، خوردند و نوشیدند. گویی او قلبش را با آنها و آنها قلبشان را با او همراه کردند. در جریان این وقایع لوتر در می 1525 رساله در مذمت غارتگری و کشدارهای خیل دهقانان را در انتشارات ویتنبرگ به چاپ رساند. محتوای این رساله شاهزاده و دهقان روحانی و اومانیس را به یک اندازه از جا پراند. لوتر وحشت زده از شورشهای خشونتبار از ترس برافتادن قانون و حکومت در آلمان و با احساس تقصیر از اینکه آموزه‌های او این سیل ویرانگر را به راه انداخته باشد بی معطلی جانب نظم و قانون را گرفت بشنوید هر کس که ثابت شود در این فتنه دست داشته از قانون خدا و امپراتوری خروج کرده بنابراین هر که او را بکشد کاری درست و پسندیده انجام داده زیرا شورش سرزمینی آکنده از مرگ و خونریزی بر جا میگذارد بیوه و یتیم بر جا میگذارد و همه چیز را واژگون میکند بنابراین بگذارید هر کس که میتواند بزند بکشد شمشیر بکشد پنهانی یا آشکارا این را بداند که هیچ چیز نمیتواند زهراگینتر دردناکتر یا شیطانیتر از شورش باشد مانند این است که سگی بیمار را بکشیم او گفتارهای منصوب به کتاب مقدس درباره مرام اشتراکی را هم رد کرد انجیل نیکی را همگانی نمیداند جز در مواردی که شخص با اراده و اختیار این کار را انجام بدهد. همانند حواریون و پیروان در رساله چهارم اعمال رسولان. آنان به سان دهقانان دیوانه فرمان نمی دهند که نیکی دیگران باید همگانی باشد. با این حال دهقانان ما نیکی های خود را دارند و باید آن را برای خود نگه دارند. این پذیرفته است. من فکر می کنم دیگر شیطانی در جهنم باقی نمانده است. همه در جلد دهقانان فرو رفتند. او به حاکمان کاتولیک در صورتی که شورش را بدون دادرسی خاموش کنند قول آشتی داد به حاکمان پروتستان دستور به نیایش توبه و مصالحه داد اما گفت اگر دهقانان بر راه خود باقی ماندند آنگاه به سرعت دست به شمشیر ببرند شاهزاده و ارباب میبایست در این زمان به یاد بیاورند که نماینده خدا و بنده فرمانبردار او هستند که شمشیر را برای استفاده در چنین مواردی لازم دانسته اگر بتواند مجازات کند ولی نکند حتی اگر این مجازات به معنای کشتن و ریختن خون باشد در هر قتل و اعمال شیطانی که آن فرد از آن پس انجام دهد سهیم است بنابراین حاکمان باید با وجدانی آسوده و تا زمانی که زنده آنان را دنبال کنند اگر کسی فکر کند این قانون بیش از حد سخت گیران است بگذارید به, به یاد بیاورد که شورش قابل بخشش نیست و نابودی جهان در راه است از بعد اقبالی لوتر بود که این دعوت به مقابله زمانی به گوش مخاطبانش رسید که قشر مرفع شروع به تسلیم شدن به شورشیان کردند و این مسله بیهوده به کشتار و سرکوب شهرت یافت. ارباب فردریک در پنجم می 1525 درگذشت و برای جانشینش توصیه به میان روی را بر جای گذاشت. اما ارباب جان احساس می کرد برادرش بیش از حد ملایم بوده است. او به نیروهای دوکنری از برانزویک و فیلیپ یکم ارباب هاست، پیوست و همگی رهسپار اردوگاه مونزر در بیرون مونشاوزن شدند ارتشهای شورشیان در حدود ۸۰۰۰ هزار نفر بودند ولی سربازان تحت امر دوک ها سربازان آموزش دیده بودند اولین حمله اینها صدها نفر را کشت و شورشیان وحشت زده به شهر فرانکنهاوزن گریختند ارتش پیروز آنها را دنبال کرد و پنج هزار نفر را قتل عام کرد سیصد دهقان به مرگ محکوم شدند که همسرانشان برای جان آنها التماس می کردند. آنان به یک شرط پذیرفتند از جان دهقانان بگذرند اینکه آنان کشیش های بانی و مشوق شورش را تا حد مرگ بزنند دهقانان این کار را کردند و دوک پیروز نظارگر ماجرا بود منظر دستگیر و آنقدر شکنجه شد که به اشتباهات روش خود اعتراف کرد و سر از تنش جدا شد در همین زمان گیورک فون تروشس فرمانده یکی دیگر از نیروهای شاهزادگان شهر بوبلینگن را تصرف کرد و گلوله های آتش را از فراز دیوارهای آن بر سر اردوگاه شورشیان ریخت. آن دست از دهقانان نیز که از که توپها جان سالم به در بردند به دست سوار نظام کشته شدند. تروشس سپس به وینزربرگ رفت. این شهر را آتش زد و یاکلین روهرباخ رهبر قتل عام وینزبرگ را در آتشی ملایم زنده زنده کباب کرد. تروشس برای بازگرداندن ورزبرگ 81 نفر از شورشیان را گردن زد تا مایه عبرت دیگران شود. یکی از بازماندگان شوالیه شورشی گوتس فون برلیشینگن بود که منبع الهام گوته در یکی از نمایشنامه‌های آغازی نشد شورش در آلساک با کشته شدن هزار تا شش هزار دهقان در لیپشتاین و زابرن شکست خورد. در 27 می حدود 20 هزار دهقان فقط در یک شهر کشته شدند. مارگراف کاسیمیر بعضی از دهقانان مهاجم را گردن زد و برخی را به دار آویخت و در مواردی ملایمتر دستهایشان را قطع یا چشمانشان را کور کرد. شاهزادگان عاقلتر مداخله کردند تا از توحش انتقام بکاهند. یکی از اشرافزادگان هشدار داد اگر همه شورشیان کشته شوند از کجا دهقانانی پیدا کنیم که غذایمان را حیا کنند تعداد زندگی های به فنا رفته در جنگ دهقانان فقط با جنگ سی سال قابل قیاس بود ۱۳۰ هزار نفر از دهقانان تنها در صحنه نبرد یا مجازات پس از آن کشته شدند تروشس معمور اعدامی استخدام کرد که به تنهایی هزار و تن محکوم را خودش کشت شورشیان صدها قصر و صومعه را نابود کرده بودند صدها روستا و شهر خالی از سکنه یا نابود یا به شدت ویران شد. بیش از پنجاه هزار دهقان آواره و سرگردان در راهها و یا جنگل ها پنهان شدند. بیوه ها و یتیم ها بسیار بودند اما خیریه ها بی مسئولیت یا بی پول شده بودند. به دهقانان اتریش، بادن و هاس امتیازاتی داده شد. اما در جاهای دیگر بردگی شدت گرفت و در شرق آب حتی تا سال 1800 ادامه یافت. روند رو رشد روشنگری عقیم شد. سانسور عمومی افسایش یافت و تحت رهبری حاکمان کاتولیک و پروتستان برقرار بود. اومانیسم در دود آتش جنگ پژمرد. شادی رنسانس در زندگی، ادبیات و هنر جای خود را به الهیات، پرهیزکاری و عبادت داد. دهقانان لوتر را هرگز نبخشیدند. احساس می‌کردند که مذهب جدید هدف آنها را مقدس جلوه داد امید و اعمالشان را شدت بخشید و در لحظه حیاتی آنها را رها کرد و با گذاشت. بعضی از آنها از شدت خشم و ناامیدی بی خدا شدند. بسیاری از آنان یا فرزندانشان به مذهب کاتولیک بازگشتند و بعضی از آنان طرفدار افراتیونی شدند که لوتر محکومشان کرده بود و به دینسان در عهد جدید ندایی بر مرام اشتراکی یافتند. مرام آنابابتیست تندروترین فرقه در میان مذاهب جدید نام آنابابتیست را بر خود گذاشت به معنای باز تعمید کنندگان زیرا اصرار داشتند که اگر غسل تعمید در نوزادی انجام شود باید در سن بلوغ تکرار شود یا حتی بهتر از آن باید متفاوت باشد همانطور که یحیای تعمید دهنده غسل تعمید میداد قصد باید هنگامی انجام گیرد که قصد شونده، داوطلبانه و با علم کامل به مسیحی بودن خود از آن کند. آنان هرگونه استفاده از قدرت به ویژه از سوی دولت را محکوم کردند. خدمت نظامی در جنگ را رد کردند زیرا گرفتن جان انسان را گناه می شمردند. مخالف سوگند خوردن در پیمانها به ویژه در بیعت با شاهزادگان و امپراتور بودند. تهنیت رایج ایشان به این صورت بود. سلام خداوند بر تو باد باستابی از تهنیتگویی یهودی و مسلمان و به نوعی پدر رسم فرقه کواکر کواکر اعضای خانواده از جنبش های مذهبی هستند داکترین اصلی آنها که شیش بودن همه مؤمنان است در حالی که لوتر، زوینگوی، کالون و ناکس با پاپا در لزوم یک بارچه بودن مذهب هم نظر بودند فرقه آنا بابتیست تساهل مذهبی را به فعل درآورده بود و یکی از آنان بالتازار هومایر اولین دفاع از آن را که برای ما شده است نوشت آنها از دفاتر عمومی و همه قسم دعوای غذایی پرهیز می کردند. مانند هر طلبان تولستوی سه قرن پیش از تولستوی بودند. بعضی از آنان به دنبال اشتراکی کردن اموال بودند. بعضی اگر حرف مورخان مخالف آنها را باور کنیم حتی به دنبال اشتراکی کردن همسرانشان بودند به هر روی این فرقه اشتراکی شدن اموال را اجباری نکرد به این امید که در ملکوت بهشت به طور خودجوش و همهگیر رخ خواهد داد آنان با اطمینان از بازگشت مسیح که ملکوت بهشت را در زمین مستقر خواهد کرد زندگی می کردند. ملکوتی که در آن برگزیدگان در بهشتی خاکی بدون قوانین یا ازدواج و تخصیص خوبی ها میان همه زندگی میکردند. مذهب آناباپتیست اولین بار در حدود 1521 در سوئیس گسترش یافت. اما زنگلی که در زوری خاکم شده بود زندگی را برای آنان چنان سخت کرد که به آلمان کوچیدند جایی که گویا لوتر پیشا پیش برای حضورشان آماده شده بود زیرا سنت و قوانین را شکسته بود. هر مردی را کشیش می کرد و آزادی همه مسیحیان را اعلام کرده بود. آنان در آکسبورگ به سرعت در میان کارگران نساجی نفوذ کردند. در تیرول معدنچیان بسیاری که تضاد فقر خیش و ثروت خانواده های فوگر و هوچستر مالک معادن را میدیدند پس از شکست شورش دهخانان به سوی آنابابتیسم رفتند. این فرقه در شتراسبرگ برای مدتی به هیچ مزاحمتی رشد کرد. دلیل آن این بود که بدعتگذاری در کشمکش میان پروتستان و کاتولیک نادیده گرفته میشد. اما رساله در 1528 به مسئولان هشدار داد که کسی که فکر می کند همه چیز اشتراکی است قصد دیگری به جز شوراندن فقرا علیه ثروتمندان ندارد و علیه حاکمانی که از جانب خدا تعیین شدند. در آن سال چارز پنجم طی فرمانی تعمید دوباره را جرمی مستحق مرگ اعلام کرد. شورای اشپیر فرمان امپراتور را تصویب کرد و فرمان داد که ها در هر جا به محض دیده شدن مانند حیولای وحشی کشته شوند بدون محاکمه و قضاوت تا سال 1530 به گفته یکی از معاصران سباستین فرانک 2000 آناباپتیست کشته شدند با وجود چنین کشدارهایی، این فرقه گسترش یافت و در آلمان از جایی به جای دیگر منتقل می شد. در پروس و وورتنبرگ بعضی از اشراف آنان را به عنوان کشاورزانی آرام و مطیع می پذیرفتند. در ساکسانی به گفته یکی از اولین مورخان لوتریان در ری رودخانه ورا مملو از آن شده بود و در ارفورت ادعا می کردند که 300 مبلغ مذهبی فرستادن تا جهان را از تباهی و نابودی نجات دهند. در آسترلیتس هانس هوت و پیروانش مرکزی اشتراکی بنا نهادند و آن را برای یک قرن حفظ کردند اشراف زمیندار آنها را با نرخی عادلانه و از روی وظیفه شناسی به کار می گرفتند و زمینهایشان آباد می شد. کشاورزی اشتراکی شده بود. مواد و لوازم کشاورزی توسط مسئولان نهادهای گرداننده این جامعه کوچک خریداری و به اشتراک گذاشته می شد. بخشی از درآمد به عنوان اجاره بها به صاحب زمین داده میشد و باقی میان افراد جامعه بر حسب نیاز به اشتراک گذاشته میشد. واحد اجتماعی خانواده نبود، بلکه خاندانی متشکل از 400 نفر تا 2000 نفر بود. با آشپزخانه و خانه، مدرسه، بیمارستان و شرابخانه اشتراکی. کودکان پس از آنکه از شیر گرفته می شدند در دل جامعه و با همیاری همگان بزرگ می شدند. اما تک همسری همچنان پا بر جا بود. این جامعه اشتراکی در جنگ سی ساله و با فرمان امپراتوری در سال 1622 سرکوب شد و اعضای آن یا باید مذهب کاتولیک را میپذیرفتند یا تبعید می شدند. در هلند ملکور هافمن در باغ شوابنی انجیل آنا را با اقبالی در خور توجه در جامعه موعظه می کرد. شاگرد او یان متیس در لیدن به این نتیجه رسید که ظهور اورشلیم جدید نباید بیش از این به تعویق بیفتد بلکه باید یک باره به دست بیاید و اگر لازم باشد با زور او دوازده هواری را معمور کرد تا بشارات مسرت بخش را در سطح هلند بگسترانند. تواناترینشان خیاطی جوان به نام یان باکلزون بود که در تاریخ با نام یان از لیدن شناخته می شود و در اپرای میر بیر به عنوان رسول. بدون تحصیلات رسمی، ذهنی زیرک، تخیلی درخشان، حضوری دلپذیر، زبانی تیز و میلی توقف نپذیر داشت. در 1533 در 24 سالگی دعوت برای کمک به آنا بابتیس را که در مونستر پایتخت غنی و پرجمعیت وستفالیا رشد کرده و به حد اعلی رسیده بود پذیرفت او که در 13 ژانویه 1534 به آنجا رسید شهر را در محاصره نیروهای کاتولیک تحت رهبری اسقف فرانس فون والداک یافت به مقاومت سرسختانه در شهر پیوست و خیلی زود رهبر کمیته اجرایی حفاظت از مردم شد. انتخاباتی جدید برگزار شد، آنا پیروز شد و مرام اشتراکی را به مسابه جنگی اقتصادی بنا کرد. شهروندان تحت تاثیر مذهب تازه و فساحت کلام یان تهوری های سوسیالیستی را به امید تحقق بخشیدن اورشلیم جدید که از آخر و زمان الهام گرفته شده بود پذیرفتند. یان و یارانش شاید برای امید دادن به برخی مسئولان مؤثر در کار پرمخاطری که داشتند لباسهای فاخر برجامانده از تبعید شدگان ثروتمند را می پوشیدند. بر اساس گفته های یک شاهد متخاصم، آنها باور داشتند که کلیه دارایی ها باید اشتراکی باشد ولی ظاهرا تعداد اندکی اطاعت می کردند. سه شماس برای تأمین نیازهای فقرا در نظر گرفته شده بود و برای تأمین این خیریه ها باقی افراد که زندگی نسبتا مرفعی داشتند باید از مازادشان میبخشیدند. زمینی که برای کشاورزی موجود بود به هر خاندان بسته به شمار افرادش داده میشد سلطه سنتی شوهر بر همسرش با فرمانی تایید شد اخلاق جمعی توسط قوانینی سختگیرانه کنترل میشد رقصها بازیها و نمایش های مذهبی تحت نظارت مورد تشویق قرار میگرفتند ولی مصدی و قمار به شدت مجازات میشد روسبیگری ممنوع بود و فساد و زنا جرایم در خور اعدام شناخته میشدند. اجتماعی از زنان تنها که به سبب مهاجرت مردان به وجود آمده بود رهبرانشان را نزد کشیشان فرستادند و بر اساس گفته انجیل که زنان تنها باید یاور زنان دیگر باشند و در واقع سیغه شوهران آنها بشوند از وی تقاضا کردند چاره بیاندیشد. خود یان به شخص چندین زن سیغهی اختیار کرد. گرچه بسیاری از آناباپتیست‌های های آلمان و هلند مخالف تبدیل شدن انجمن برادری مونستر به نیروی نظامی بودند عدهای بیشتری آنها را به انقلاب تشویق میکردند کلم تریر آمستردام و لیدن آکنده از زمزمه دعاهای آناباپتیست برای پیروزی آنها بود در 28 مارس در پاسخ به شورش مونستر گروهی از آناباپتیستها صومعهای در غرب فرایدلند را تصرف کردند در مقابل این شورش رو به گسترش نیروهای امپراتوری پروتستان و کاتولیک به راه افتادند تا آناباپتیسم را در هر جایی که هست سرکوب کنند لوتر که در 1528 دستور به مقابله ملایم با این بدعت تازه داده بود در 1530 توصیه به استفاده از شمشیر در مقابل این کفار و انقلابیون کرد شهری پس از شهری دیگر برای اسقف فون والدک و نیروهایش پول و نیرو میفرستادند و شورایی از ورمس دستور به وضع مالیاتی برای تمام آلمان داد تا با گردآوری های لازم از حمله با مونستر حمایت کند حال اسقف قدرت این را داشت که شهر را محاصره و تمام های حیاتیش را مسدود کند هنگامی که شاهیان با قحطی روبرو شد و روحیه جنگجویانش رو به زوال گذاشت اعلام کرد که هر کس بخواهد مختار است شهر را ترک کند. بسیاری از زنان و کودکان و بعضی از مردان از این موقعیت استفاده کردند. مردان توسط سربازان اسقف کشته یا به زندان انداخته شدند و زنان را به منظور استفاده برای خدمات گوناگون نکشتند. یکی از مهاجران جان خود را با موافقت در لو دادن های بی‌دفاع شهر به محاصر کنندگان نجات داد. با راهنمایی او نیروهای نقشه ای کشیدند دروازه ای را گشودند و ارتش به درون شهر سرازیر شد قحطی تا حد زیادی کار اصلی را انجام داده بود و تنها 800 نفر بودند که هنوز قدرت حمل سلاح داشتند آنها در بازار سنگر گرفتند سپس از یکدیگر جدا شدند با این عهد که هر کدام با رهبری گروه خود مونستر را ترک کنند اما زمانی که سلاحهایشان را کنار گذاشتند به طور کامل قتل عام شدند خانهها تفتیش و 400 نجات یافته پنهان در آنها کشته شدند یان و دو یاورش به تیرهای چوبی بسته شدند و تمام اعضای بدنش با نیزه های داغ سوراخ سوراخ شد تا آنکه تمام کسانی که در بازار بودند از بوی بد اجساد بیمار شدند و سر آخر به قلبهایشان خنجر فرو کردند اسقف شهر را بازپس گرفت و بر قدرت سابقش افزود. پس از آن تمام نیروهای مدنی جامعه باید تحت نظارت اسقف و کلیسا عمل می کردند. مذهب کاتولیک با موفقیت احیا شد. آنها بابتیست ها از ترس جانشان در هر جای امپراتوری هر کسی را که متهم به استفاده از زور بود مرتد اعلام می کردند. با این حال بسیاری از کافران سرخ طلب نیز اعدام شدند. لوتر و ملانشتون به فیلیپ از هاس توصیه کردند که تمام پیروان این فرقه را اعدام کند. آنها ها درسشان را یاد گرفتند. مرام اشتراکی را برای روز معود کنار گذاشتند و خود را مشغول زندگی عاقلانه زاهدانه و در آرامش و تابع حکومت کردند. کشیشی کاتولیک به نام منو سیمونز به آناباپتیسم روی آورد و آن را با چنان هدایت درستی به پیروان هلندی و آلمانی خود آموخت که منونیتها بر تمام مشکلات فائق آمدند و کشاورزی اشتراکی را در هلند، روسیه و آمریکا بنا گذاردند. وابستگی روشنی میان آنابابتیست های اروپایی و کواکرهای انگلیسی یا بابتیست های آمریکایی وجود ندارد. اما ممانعت کواکرها از جنگ و پیمان بستن و اصرار بابتیست ها بر تعمید در بزرگسالی احتمالاً از رسوم همان باوری ریشه میگیرد که در سوئیس، آلمان و هلند شکل آنابابتیسم به خود گرفت. شاخه ای از آنابابتیست ها در سال 1719 از آلمان به پنسیلوانیا مهاجرت کردند و در نزدیکی جرمنتان سکنا گزیدند. در شرق پنسیلوانیا آمیشهای منونیت که نامشان را از رهبر قرن هفدهمیشان یاکوب آمن گرفتند هنوز مخالف تراشیدن ریش با تیغ استفاده از دکمه راه آهن خودرو سینما روزنامه و تراکتور هستند اما مزارعشان جزو تمیزترین و پربارترین مزارع آمریکاست فلسفه ای که آنا ها را در برابر شدائد، فقر و شهادت حمایت می به فلسفه های گذرای ما هیچ ارتباطی ندارد اما آنها نیز با خلوص، فداکاری و صمیمیتشان فرهنگ ما را غنا بخشیده و انسانیت تیره و تار ما را جلای دوباره بخشیدند. پیروزی اصلاحات 1525 تا 1555 اگر اصلاحات در آلمان پیروز شد، احتمالاً به این دلیل بود که امپراتور چارلز پنجم و پاپلئو دهم، آدریان ششم و کلمنت هفتم درگیر رقابت برای برتری در قلمرو مسیحیت بودند و شاهزاده آلمانی باور داشت که مالیات‌های مذهبی آلمان در دست خودشان به استفاده بهتری می‌رسد تا در روم. هنگامی که ایتالیا و فرانسه مشغول نبرد بودند، آلمانی ها درگیر فرمانهای های گران قیمت کلیسا بودند و حاکمان یکی پس از دیگری به قدرت می رسیدند. اراسموس با شگفتی و حسرت نظارگر اروپایی بود که خود را بر سر الهیات و جنگ چند پاره می کرد. او از مراحل اولیه شورش لوتر حمایت کرده بود ولی وقتی این قیام تبدیل به تهدیدی برای نابودی کلیسای کاتولیک ستون نظم اجتماعی اروپا شد خود را کنار کشید او نقشی را که در گشودن راه برای لوتر ایفا کرده بود آشکار میدید چون رساله در ستایش جهل او زمانی که منتشر شد میان هزاران نفر در سرتاسر سر اروپا چرخید و راهبان و استادان الهیات را به سخره گرفت و بعدتر ای برای تهدیدهای بیپرده لوتر شد. پس از آنکه که کاتولیک ها او را متهم به به دنیا آوردن تخم مرغی کردند که لوتر از آن درآمد، اعتراف کرد بله ولی تخم من قرار بود مرغ بدهد اما لوتر خروس جنگی است. او می ترسید چند پارگی مسیحیت به اردوهای متخاسم اروپا را به یک قرن پیش بازگرداند. همچنان که در قرن بعد این کار را با آلمان کرد. وقتی لوتر به دلیل دوستی دنباله دارش با او از وی درخواست کمک کرد، اراسموس با هشدار به لوتر پاسخ داد که سگهای جنگی را رها نکند. در همین زمان نامه هم به فردریک نوشت و از او خواست از این شورشی مراقبت کند. و مانند هر مدرسی محتاج دیگری میدانست که از پاپ مقرری میگیرد و جیرهخوار دولت انگلستان است پس به سکوت ادامه داد به هر حال تلاش برای بازپسگیری قلمروی شاهزادگان آلمانی از دستگاه رومی به بالاترین حد خود رسید. در سال 1546 لوتر در 63 سالگی پس از بیماری ها و رنج های بسیاری درگذشت. اعتقادات او به تدریج از سوی ملانشتون پی گرفته شد و توسط اربابانی که قدرتشان به سبب تضعیف امپراتور کاتولیک به دلیل جنگ های پرهزینه بیشتر میشد حفظ گردید. در سال 1555 در شورای آکسبورگ چارلز پنجم با عمده مطالبات اربابان آلمانی موافقت کرد آنها آزاد گذاشته شدند تا مذهب خود را برگزینند و آن را در میان مردم خود رواج دهند اکنون هیچ گونه تظاهری به تساهل مذهبی نمیشد و حق انتخاب شخصی که اصلاحات در تب به شورش به میان آورده بود کنار گذاشته شده بود تنها به این دلیل که باعث ازدیاد فرقه های می شده بود که از هان اروپا را مخشوش کرده بودند. گرچه شورشی ناراضی آزاد بود به هر جایی که با عقیدهش جور در می آمد مهاجرت کند. چون این شهروندی ممکن بود تمام مرزهای ملیتی را در نبردد و به دنبال اصلاحات مذهبی مد نظرش به سوئیس برود و میان زنگلی در زوریخ و کالون در جنوبا یکی را برگزیند. یا از دریاها بگذرد و کالوینیسم اسکاتلندی را تحت رهبری جان ناکس یا کاتولیک انگلیکن را تحت رهبری هنری هشتم عبادت کند آزادی اندیشه تنها در بدعتگذاری های مخفیانه معدودی اومانیست در آلمان یا شگرایان خاموش ایتالیایی و انگلیسی و در میان تعصب مذهبی خالص باقی ماند نمی توانیم به طور کامل از صحت کلمات کندکاری شده در یادبود با شکوه مرمس مطمئن باشیم. آنجا که می نویسد در اینجا می ایستم کار دیگری نمیتوانم بکنم. این کلمات در متن پاسخ لوتر آنطور که در بایگانی اسناد شورا آمده است دیده نمی شود. در اولین نسخه چاپی صحبت او دیده می شود.